درود عزیزان به یکی دیگر از قسمت های گرداتش خوش اومدید امروز تنها نیستم یه مهمونه خیلی عزیز داریم آقای زیاستر زیا ستر در زمینه بیت کوین تولید محتوا میکنه و با چه سرعتی هم تولید محتوای کمی <تصفح> گویای این نیست که چند تا شبکه رو داره چند تا کانال رو داره چند تا جا فعالیت میکنه تا اینجایی که میدونم انگلیسی و فارسی که می نویسه. بیشترش رو خودت واسمون بگو هر چیزی که از قلم انداختم البته من هیچ هیچ چیزی رو توضیح ندادم کامل در مورد پیش زمینه خودت این که چجوری با بیت کوین آشنا شدی چرا اینجوری درگیر شدی عاشق شدی و این که چه فعالیت هایی میکنی برامون بگو آره حتما یه سلام کنم اول به شنونده ها و اینکه مرسی که به پادکست م... دعوت هم کردی و میتونیم با هم دیگه در مورد بیت کوین گپ بزنیم خیلی فرصت خوبیه به نظرم که یه مقدار افکارمون رو در مورد بیت کوین بریزیم بیرون بیت کوین رو به بقیه آشنا کنیم و آره در موردش صحبت کنیم من خودم بیت کوینر معرفی میکنم ولی یه <تصفح> <تصفح> <يه> یه <تصفح> معنی دقیقی واسه بیت کوینر بودن وجود نداره به اون صورت واسه اینکه معنی هم واسه وجود نداره به نظرم پرفکته واسه اینکه آدم خودش رو معرفی کنه چون بیت کوین همین شکلیه خیلی ماهیت فیکس و ثابتی نداره من در واقع در مورد بیت کوین مطلب می‌نویسم خودم خب خیلی سال پیش بهش علاقه من شدم داره علاقه از خیلی وقت پیش به شروع شد من اوایل سال 2017 بود که در واقع شروع کردم به مطالعه هم. در مورد بیت کوین دلیلش هم این بود که یکی از دوستام ازم درخواست کرده بود یه کاری رو مثلا با کامپیوتر از لحاظ سخت افزاری انجام بدم که خیلی عجیب غریب بود یعنی کش نمی‌کردم میگفتم که بعد همچین کاری رو با مادربرد مثلا کامپیوترت انجام بدی میخوای چند تا کارت گرافیک وصل کنی به مادربرد کامپیوتر تو این کارا این کار منطقی نیست چرا میخوای انجام شد. گفت میخوام پول در بیارم باش و بیت کوین ماین کنم و حالا اون موقع در واقع اصلا بیت کوین با جی پی نمیشد ماین کرد بعد با, با اسیک ماینش میکردی ولی به هر حال فکر میکرد که با اون میشه انجامش داد و بیشتر منظورش مثلا اتریوم و کوین های دیگه بوده اما من کنجکاو شدم که یعنی چی یعنی تو مثلا با کامپیوترت با کارت گرافیک میتونی پول در بیاری چرا باید همچین چیزی وجود داشته باشه به نظرت کلا ورداری چیزی نیست مثلا چرا اینجوریه گفت نه اسمش همچین چیزی و قیمتش هم زیاده و اینا بعد گفتم خب من میرم یه چک کنم چون مشاور خیلی از تصمیم های این دوستان من بودم خب بعد میرفتم چک میکردم که چیه که بهش بگم که آقا این کارو بکن یا نکن اصلا و رفتم یه بررسی کردم مطالعه کردم و بعد متوجه شدم که واو عجب چیز خفنیه این اصلا انتظار نداشتم که همچین چیزی رو ببینم من خودم پیش زمینم توی در واقع علوم انسانی بوده ادبیات مطالعه میکردم در واقع واسه دانشگاه ادبیات انگلیسی تو بی مور specific عجب دو آره. آره. تا مون ادبیات انگلیسی خوندی تا ادبیات انگلیسی میخوندیم من ادبیات انگلیسی خوندم کارشناس رو آره ادبیات انگلیسی میخوندم و واسه هم جذاب بود مفاهیم علوم انسانی رو همیشه مطالعه میکردیم نقد ادبی غیره و یه اوورلپی کرد با علاقم به تکنولوژی توی همین نقطه ای که بیت کوین باشه یعنی هم دنیای تکنولوژی و هم در واقع اون امپلیکیشن ها و اون معناهای زمینی آره آره معنای زمینی که همراش داشت در واقع مفاهیمی که درگیرش بود مفاهیم اجتماعی که درگیرش بود یه نقطه ای شد واسه علاقه من که دقیقا دو تا علاقه و دو تا حوزه مطالعاتیم به هم دیگه گره خورد و توی همین بیت کوین این شد که من خب جذاب شد واسم هم همینطور مطالعه میکردم و بیشتر از هر چیزی هم درگیر این بودم که بفهمم همزمان که این چطور کار میکنه در واقع فلسفه اجتماعی و موضوعات فلسفی پشت مفاهیمی که توش هست چیه عدم تمرکز چیه چجوری بهش؟ به دستش میاریم چجوری شکل میگیره و این قسمت بیشتر از هر چیزی من جذاب بود واسه همین بود که اصلا من تا ماهها بعد از اینکه با بیت کوین آشنا شدم هیچ وقت بیت کوین نخریدم یعنی اصلا من در... اصلا علاقی به این موضوع نداشتم که برم مثلا بیت کوین بخرم و من حتی شاید تا یکی دو سال تا یه سال یه سال خورده بعد از این ماجرا هم اصلا بیت کوین نخریدم اینطور بود که فقط مطالعه میکنم در مورد بیت کوین واسم جذاب بود و کم کم میبخشید کم کم اینطور شد که خب دانشم تو اون موضوع زیاد شد و شروع کردم کامیونیتی رو پیدا کردم با توی, توی تویتر توی تلگرام توی فوروم ها ویب سایت های مختلف توی اسلک توی دیسکورد توی همه اینا دنبال کامیونیتی میگشتم که افکارم چیزایی که بهشون رسیدم الان مطالعه کردم و به اشتراک بذارم در موردشون صحبت کنیم بعضی از نویسنده مطالب م... کتاب ها و و مقالاتی که میخوندم و میرفتم پیدا میکنم باشون ارتباط میگرفتم این شد که یه مقدار فعالیت کردم تو این فضا و دیدم که این فضا خیلی آنتبت پا نخورده اصلا و کسی در موردش صحبت نمیکنه گفتم خب چیزایی هم که میخونم و اشتراک بذارم با دیگران این شد که حالا من تونستم خیلی ارتباط بگیرم با خیلی توی فضای بیت کوین و کم کم حتی شروع کردم به همکاری کردم باهاشون کار کردم باهاشون پروژه های مختلف توی فضای بیت کوین و این همکاری هم اینجوری شد که من اولین در واقع گفتم که مثلا تو یه سال بعدش مثلا بیت کوین نخریده بودم جایی که اشتباه در میاد اینه که من همون چندین ماه اولی که با بیت کوین آشنا شدم چون ارتباط می گرفتم با خیلیا و تونستم مثلا با خیلی کار کنم تو فضای بیت کوین من حقوق به بیت کوین دریافت کردم دفعه اول یعنی هیچ وقت اولین تعامل با بیت کوین خریدن بیت کوین نبود اون لحظه خیلی حس عجیبی داشت چون قشنگ یادمه یعنی اینجوری بود که من وقتی شروع مثلا شروع به همکاری کردم شروع به همکاری به معنی که قرار داد بنویس و اینا نبود مثلا اینجوری بود که گفتیم مثلا واسه سرگرمی واسه فان کار کنم ببینم چه چیزای باحالی میشه انجام داد و گفتن که خب ما میخوایم که مثلا پی کنیم به پر پولی پرداخت کنیم بابت این مسئله خب چجوری میتونی پول دریافت کنی اون لحظه بود یعنی قبلش بهش فکر نکرده بودم که ایه هیچ روشی نیست که من بتونم پول دریافت کنم از یه نفر که اون ور دنیا تو نیویورک مثلا داره کار میکنه چجوری من از یه آدم تو نیویورک پول دریافت کنم هیچ روشی واسم وجود نداشت یعنی حداقل با توانایی های من هیچ روشی واسم وجود نداشت من تو ایران زندگی میکنم الانم هنوز تو ایران زندگی و حساب بانکی نداشتم که بتونه یه نفر از نیویورک واسه من پولی انتقال بده یا در واقع این در واقع اینجا بود که من توی عمل انجام شده این مسئله قرار گرفتم که ا بیت کوین خیلی مهمه چون که من اینکه مثلا هیچ جوره دسترسی به هیچ سیستم بانکی ندارم همین بیت کوین الان آپشنیه که من میتونم باش بیت کوین در واقع پولی رو دریافت کنم و به خصوص که اصلا وقتی هم سعی بکنم کار دیگه بخوام بکنم نمیتونم اینه که بیت کوین در واقع واسه من متمایز کرد و دو تا اتفاق بود پشت سر هم که هم حقوق دریافت کردم به بیت کوین و همین که اصلا ابزار پرداخت بودنش من که واقعا همه چی رو خب با پیچ و مهره سفت کرد واسه من که بیت کوین چقدر ارزشمنده و چقدر میتونه مهم باشه شاید الان خیلی از افراد باشن که بیت کوین به عنوان یه روش سرمایه‌گذاری میبینن یا مثلا میرن ترید میکنن یا همچین کارهایی رو میکنن که احتمالا اگر فرصت سرمایه گذاری تو جای دیگه ای هم واسهشون فراهم شه که واسهشون جذاب باشه میرن سراغ اون فرقی واسهشون نمیکنه واسه من فرق میکرد اون بود که مثلا اون نقطه بود که خیلی دیگه نیاز نبود که مثلا من سعی کنم و تلاش کنم به که بفهمم میتونم چقدر ارزش مند و مهمه واقعا تجلی پیدا کرد آره این شد که من به معنای واقعی درگیر بیت کوین شدم و شروع کردم به مطالعه کردن در موردش بیشتر بیشتر صحبت کردن در موردش بعد توی تهران با یه در واقع یه ایده از آدم ها که اون موقع دنبال این که یه کامیونیتی بسازیم انجمن بلاک چین اسمش بود گفتیم که یه سری میتاپ ها هم تنظیم کنیم آدم, آدم هایی که به بیت کوین علاقه من هستن دور هم جمع شن صحبت کنن ارائه داشته باشیم بیت کوین بیشتر معرفی کنیم به دیگران و کلی میتاب برگزار کردم یعنی عمدتا تقریبا من خودم فقط برگزارش میکردم یعنی اون بخش برگزاری میتاب های اون انجام من بودم با همکاری یکی دیگر دوستان و این شد که ما شروع کردیم میتاب برگزار کردن و آدم های بیشتر رو شناختیم و همینطور هرچی میرفتیم جلوتر این هی وسیعتر و بزرگتر میشد رشد پیدا میکرد همزمان همون موقع هم یه کامیونیتی داشتیم توی تلگرام که خیلی تعداد آدمای کمی بودن شاید مثلا 17 نفر بودیم کلا داری من امیدوار گروه... میکنی <applause> آره چرا چون من هم الان فکر می‌کنم 58 تا اینجور آه نه البته اون یوتیوب همه ای مثلا صد خورده ای بیشتر کسی دنبالم نمی کنه تلگرام مثلا. اون که اون که با تداوم را میفته کلا با همجی ام با استمرار به جلو حالا ما یه گروه بودیم که آدم های مختلفی توی گروه تلگرام بودیم و در مورد بیت کوین افکارمون و صحبت و چیزایی که مطالعه میکنه با هم به اشتراک میذاشتیم اون گروه اسمش سیمرغ الان بعد از سالها با اینکه اصلا گروهش اینجوری نیست که عمومی باشه که سرچش کنید و به راحتی پیداش کنید چون بالاخره تلگرام خیلی اسپم و اینا داره نمیشه همجوری به راحتی لینکش رو گذاشت توی وبسایتی گفت بیاین جوینشین ولی نزدیک به مثلا سه هزار نفر آدم پیداش کردن اون گروه رو کم کم تو گذر و همینطوری اضافه شدن و الان فوق العاده شروع کلی آدم اونجا هست و الان پنج ساله که داره این گروه مثلا توی فضای خیلی علمیه خیلی جذاب در رابطه با موضوعات و مرتبط بیت کوین و عدم تمرکز و اقتصاد و اینها فعالیت میکنن همه فعالای فضا به زبان فارسی هم تقریبا اونجا هستن حتی خارجی هم هستن کایل تورپی از فوربس اونجاست خیلی ها و خیلی کامیونیتی مثلا بزرگ و خفن و حالی شده که اینو هم ما ساختیم و وردیم جلو و تو این مدت بالاخره من فعالیت میکردم کم کم فعالیتان به جایی رسید که دیگه توان پاسخ گو بودن و جواب دادن به اون تعداد از آدمایی که منو دنبال میکردم و با من میخواستن صحبت کنن یاد بگیرن یا یه چیزی رو واسهشون توضیح بدم ازم سوال میپرسیدن رو دیگه نداشتم خیلی زیاد شده بود و هزاران هزار نفر آدم دنبالم میکردن توی توییتر توی تلگرام خیلی زیاد بودن و اینها به فکر این افتادم گفتم خب من که دارم همه این چیزها رو جواب میدم یا توضیح میدم یا اینا یه ویدیوش کنم بذارمش که دیگه اگه کسی دیگه خواست ببینه خب ویدیوش باشه یعنی که اگه کسی خواست بش لینک ویدیو رو بدم یه که بار ببینه و... بدی برای همیشه. آره یه بار توضیح بدم واسه همیشه و این شد که یه کانال یوتیوب هم را اندازی کردم که پاییز 2020 بود راه اندازی کردم خیلی یعنی قدیمی نیست یه سال خورده پیشه اون موقع راه اندازیش کردم و از اون موقع تا الان صد تا ویدیو همچین چیزی گذاشتم اونجا خیلی زیاد ویدیو گذاشتم و خیلی چیزا رو در مورد بیت کوین آموزش دادم نرم مفزارها حتی این که با کیف پولا کار کرد امنیت رو رعایت کرد پرایوسیش چه شکلیه مفاهیم بیت کوین اکوسیستم بیت کوین خیلی از اینا رو اونجا شرح میدم 6 7 ماه پیشم باز تصمیم گرفتیم که یه ذره بیشترش کنیم این کارا رو و پادکست لانی خرگوش رو اندازی کردم که خیلی فراتر از انتظار ما استقبال ازش شد خب و من و دوستم دو نفری با هم دیگه انجامش میدیم و الان نمیدونم خیلی مثلا زیاد مثلا هر قسمت 5 هزار نفر حداقل شنونده داره با اینکه های زیادی نیست ما 14 تا قسمت فکر کنم کلا رکورد کردیم تا الان آره اونم خیلی بهش توجه شده توی لانه خرگوش هم در مورد در واقع خیلی از مطالبی که تو دنیای بیت کوین نوشته میشه خیلی از موضوعات و مفاهیم فلسفیش خب بعضی وقتهای مثلا موضوعات ترند و اینکه قصه و داستان این ماجرایی که الان اتفاق افتاده چیه تحلیل میکنیم شرایط و اوضاع رو در مورد اینا صحبت میکنیم دیگه به جز اون من یه فعالیت دائمی حالا به جز اینکه تو توییترم خیلی فعالم و دائمی نویسم و اینها و یه کانال تلگرام دارم و خیلی چیزای دیگه این شکلی که ازشون همه رو فاکتور میگیرم یکی دیگه از فعالیت های مهمی که خودم انجام میدم و خیلی دوست دارم مشارکت کردم به یه پروژه اوپن سورس هست با عنوان وبسایت منابع فارسی بیت کوین یعنی وبسایت منابع فارسی بیت کوین این اسمشه و روی گیتاب هست این پروژه و اشخاص میان مطالبی رو در مورد بیت کوین یا تهیه میکنن یعنی تعلیف میکنن یا در واقع خیلی از آثار و منابع مهم تو فضای بیت کوین رو ترجمه میکنن مثل مثلا بگیم کتاب کتابای مختلفی که نوشته شده نمیدونم مقالات خیلی مهمی که نوشته شده اینها رو ترجمه میکنن یا حالا مثلا مطالبی راهنماهایی رو تعلیف میکنن و توی این وبسایت قرار میدن و پروژه کاملا اوپن سورس خیلی باحال از این بابت چون که 90 خورده ای درصد کسایی هم که اونجا مطلب منتشر میکنن ناشناسن این هم این نکته باحال در موردش که مثلا نمیدونی کین خب یعنی هیچ کی رو نمیدونی مثلا میری میبینی یه نفر از حتی یوزر نداره مثلا یه مطلبی رو فرستاده بعد بچه های مثلا وبسایت من به فارسی بیت کوین که اونها خودشون ناشناسن از یه سمت دیگه نوشتن که توسط یکی از مخاطبین سایت برای ما ارسال شده و مثلا اسم چیزی هم نداره که بگیم کیه بعد یه کتاب رو مثلا ترجمه کرده طرف گذاشته اونجا که مثلا بعد خیلی کار ارزشمندی اصلا آدم سپرایز میشه که همچین فرهنگ گیوینگ و مثلا خیلی جذاب و ام. با حالی توی فضای بیت کوین هست که این کار میکنه من خودم چندین مقاله تا الان اونجا ترجمه کردم گذاشتم از نیکسابو، از آدم های مختلف و خیلی پروژه خفنیه واقعا پروژه خیلی عالیه یکی از بهترین منابع واقعا الان در رابطه با بیت کوین توی به زبان فارسی کلا مثلش نداریم و پروژه هم همونطور که چند بار اسمش رو اوپن سورسه یعنی اینجوریه که هر کسی میتونه بره یک کلیک بکنه روی گیتابش کل کل کد وبسایت و همه فایل هایی که تا الان اونجا آپلود شده رو با یک کلیک فورک کنه و رو وبسایت خودش بیاره بالا یعنی اینجوری با این ایده خودش رو زنده نگه میداره که اگر مثلا اشخاصی که الان مثلا اون رو نگهداری میکنن نباشن اشخاص دیگه خیلی راحت با یک کلیک علاقه من باشن میتونن بزنن و روی وبسایت بیارن بالا اونو و ادامه مسیرشون رو بدن که خیلی خیلی باز می هم مثلا نداریم همچین چیزایی معمولا به ندرت اتفاق میفته همچین فرهنگ و همچین فضایی واسه همین خیلی بهش مشارکت میکنم خیلی دوستش دارم و در موردش هم همیشه صحبت میکنم بیا وبسایتش هم اگه خواستین پیدا کنین خیلی راحت پیدا کردنش bitcoind.me یعنی بیت کوین حرف دی انگلیسی در آخرش باشه همه حروف کوچیک دیگه مطمئنا نقطه ام ای e. اینجوری بنویسید وبسایتش خیلی راحت میتونید پیدا کنید معنای آره. پشت دی چی هست آها چرا بیت بیت کوین دی در واقع یعنی کسی که این اسم انتخاب کرده واسه دومین مشخصه که حرفه ای بوده خب چون ما یک کلاینت جی آی به اصطلاح داریم واسه بیت کوین که بهش میگیم بیت کوین کیو تی و یعنی کیو تی حرف انگلیسی این شکلی نوشته میشن الان یک یعنی کلاینت داره. دیگه داریم سینکرونایز آره. میشه <laughs> آره نود بیت کوین نرم افزاری که شبکه بلاک چین بیت کوین تارکتری ترکنش ها و قوانین شبکه و اینها رو تو خودش داره اون نرم افزار بعد همون نرم افزاری که الان داری همونجا داره سینکرونایز میشه اگر از کمند لاینش بخوای استفاده کنی اون وقت اسمش میشه بیت کوین دی آه. خب اون قسمت کمند لاین همون نرم افزار بیت کوینه که مشخصه کسی که انتخاب کرده هم آدم فنی بوده هم خیلی اسم با و جالبی انتخاب کرده که آره کلا خیلی سفر باحالی بوده تا الان توی این یه سال خورده که این پروژه وجود داشته من به شما مشارکت کردم یک مخزن بزرگی راه افتاده که میگم شاید 90 درصدش همه ناشناسان هم نمیدونین کیا اصلا ترجمه کردن فرستادن مطالب و یا صرفا یه یوزری دارن که کسی نمیدونه کی پشت اون یوزره و خیلی بچه های دیگه هم هستند که مشارکت میکنن ترجمه میکنن که باز حالا میشناسیمشون یا تو توییتر هستن یا بیت کوین دیگه یعنی که به زبان فارسی صحبت میکنن و مشارکت میکنن و خیلی مخزن بزرگی شده چندین و چند کتاب ترجمه شده اونجا ده ها مقاله اونجا قرار داره و های خیلی زیاد واقعا فوق العاده است میراث ساتوشی ناکاماتو رو دارن در معنای واقعی زنده نگه میدارن این که <applause> دقیقا نانیمس هستن یه چیز جالبه که توی پادکست خودتون دیشب شنیدم همه قسمت ها رو گوش کردم چیزی که اولین بار بهش برخوردم توی پادکست شما این بود که همیشه واسم سوال بود که دامنه بیت کوین دات رو چه جوری ثبت کرده که اسمی ازش نیست <متحدث> بعد این بوده که احتمالا یا خودش توی پاناما بوده یا به کسی پول داده بوده وچر داده بوده توی پاناما خرید بکنه خیلی واو با... <متحدث> <متحدث> دقیقا نه ساتوشی ناکاموتو اون واسه این که کامل ناشناس بمونه یه کاری که کرده بود همین بود یعنی رفته بود با یه جورایی شبیه وچر یا گیفت کارت که از دکه ها میشد توی پاناما تهیه کرد پرداخت انجام داده به شرکت انانام سپیچ اگه اشتباه نکنم انانام سپیچ دات کام باید باشه یا دات نمیدونم و اونا به جای اشخاص دیگه واسه دومین ثبت میکنن که اینجوری مثلا تو نیاز نباشه خودت رو هیچ جوره افشا کنی واسه راه یه وبسایت و به این روش عمل کرده بود و دومین بیت کوین رو خریده بود ساتوشی تو و یه کار دیگه که کرده بود واقعا مغز من منفجر شد اینه که دیگه تا این حد انانمیتی تا این حد ناشناس موندن دا... یعنی واقعا طرف همه چیز رو میدونه و پیش بینی کرده بوده و راه رو همه جوره بسته بوده وایت پیپره یعنی یه زمانی به ذهن خودم هم رسید که شاید مثلا متا دیتای وایت پیپر رو چک بکنم اومده ساعت حالا یا ویندوز یا هر سیستم عاملی رو که توش کار میکرده تایم زون رو عوض میکرده محدودی زمانی رو عوض میکرده که حتی متا دیتا یه پی دی افه تایم زون های مختلف داره نشون میده <تص> این دیگه تا چه هر. و خب به خاطر همین هم, هم هست, هست که واقعا تا الان مشخص نیست که کی هست و واقعا مهمم نیست به نفع بیت کوین هم هست که حالا نظر من تو هم دوست دارم نظرتو بدونم و واقعا کاندیده های جالبی داره و حالا این هم میخوام ازت بپرسم که کاندیدای های مورد علاقه تو واسه ستوشنا کاموتو کی میتونه باشه <applause> آره بذار اول در مورد اینکه پرسیدی که چرا ناشناس مونده و اصلا ناشناس مهم. بودنش ناشناخته بودنش های مفید به نظرت مفید به نظر من همینه خب اینکه ناکاموتو میدونست که داره یه چیزی رو میسازه که اگه احیانا بگیره و شناخته شده بشه معروف بشه و جا بیفته یعنی بر اساس تجربه قبلی یعنی ما میدونستیم از قبلم که وقتی تو میخوای یه پول دیجیتالی بسازی کار ساده ای رو در پیش نداری خب واسه خود دشمنی از دولت هات میخوای به تراشی داری در واقع یک کار رو میکنی که همه اون وقت یک سیستم مالی یک سیستم پولیه همه اون وقت دنبالت خواهند بود یعنی به این راحتی نیست که بتونی از دست این ماجرا خلاص بشی خب و میدونست که خودش میتونه نقطه در واقع اون پاشن آشیل در واقع بیت کوین بشه اگه شناخته شده باشه و همون روزهای اولیه که بیت کوین را میافتاد توی سال اول سال دوم می اومدن سراغش و یه جورایی اونو بازداشت میکردن یا می گرفتن یا بلایی سرش می آوردن می که اون وقت همه میترسیدن از اینکه اوکی این بیت کوین مثلا اینجوری بود که سازندش گرفتن پس ما دیگه نمیتونیم ادامهش بدیم در صورتی که خودش ناشناس گذاشت و همون اوایل قیبش زد و پروژه رو رها کرد در دست مردم که ببرنش جلو و بردن جلو افراد خیلی زیادی به بیت کوین علاقه داشتن و پروژه رو بردن جلو و رسیده به اینجایی که الان میبینید و الان خود ساتوشی هم اگر بدونیم کیه و بیاد سر در بیاره بالاخره بعد از سی در واقع 13 سالی که ما الان اصلا بیت کوین را افتاده و اسم ساتوشی میدونیم و بعد از در واقع 11 سالی چون که نزدیک به دو سالی تو فضای بیت کوین بود و بعد غیرش زد تو این یازده سالی که نبوده اگه بعد این یازده سال برگرده هیچ تاثیر رو بیت کوین دیگه نداره نمیتونه بیاد بگه که من میگم بیت کوین باید این شکلی باشه و مردم مثلا به حرفش گوش بدن الان یازده ساله که بدون اون داره میره جلو و اصلا خیلی با ایده اولیه ساتوشی فاصله گرفته بیت کوین و کلی ارتقا پیدا کرده کلی تغییرات توش اتفاق افتاده و حتی بعضی جاها صحبت های خود ساتوشی هم برخلاف بعضی چیزهایی بوده که الان توی بیت کوین ما داریم چون که چیزی که ساتوشی تصور میکرد خیلی خوب مشکل داشت خیلی ضعیف بود تو خیلی جا و ما تو گذر زمان آدما فهمیدن که خیلی چیزاشو باید عوض کرد بهترش کرد و با همدیگه اجماع رسیدن که قوانین جدیدی به شبکه اضافه بشه توانایی های اون بیشتر بشه شبکه پرایوت تر بشه شبکه کامل تر بشه شبکه غیر متمرکز تر بشه و این مسیر طی شده و الان دیگه ساتوشی محلی از ایراب توی تصمیم گیری برای بیت کوین نداره الان دیگه پاور تو دی users واقعا دست خود کار براز دست خود افراده که بیت کوین چی باشه و چه شکلی پیش بره در آینده و اینکه گفتی که ساتوشی مورد علاقه من کیه یعنی کیه که من بیشتر از هر کسی تصور میکنم احتمالا ساتوشی باشه یا اینکه دوست دارم بدونم مثلا یه زمانی بفهمم که مثلا این شخص ساتوشی بوده با اینکه آدمای زیادی به ذهنم میرسه و آدمای زیادی هم در موردشون صحبت شده از نیکزابو و ادم و نمیدونم ویدای و خیلی آدما اسم اومده توی گذر زمان که این اشخاص ممکن ساتوشی بوده باشن اما آدم مورد علاقه من هالفینی فقیده که حالا فوت هم اصلا. کرد سال 2014 فوت کرد 13 تا 13 فکر مریض شد و 14 فوت کرد همون یک کم بعد از بیت کوین یعنی تو همون 2008 2009 تشخیص داده شده بود دوش. آره. آره، سیزده... ای ال اس توش آها اوکی آره 2014 نمیدونم یکی از این سالا بود که 2013 فوت کرد داره آقای هالفینی اه... یکی از آدمایی بود که از روز اول روی بیت کوین کار میکرد ما قسمت سوم لانه خرگوش هم در موردش تو صحبت کردیم که توی همون سالگردش هم اون قسمت رو ساختیم در مورد این صحبت میکنه در واقع ما اونجا در مورد این صحبت میکنیم توی پادکست که میگیم که هالفینی کی بود چیکارا کرد چه چی رو توی روزهای اولیه بیت کوین اومد و بهش باور پیدا کرده بود از قبل از اینکه بیت کوین به وجود بیاد چجوری اصلا هالفینی کارایی رو کرده بود که علاقه به بیت کوینش یعنی علاقه به یه پروژه مثل بیت کوین رو توش نشون میداد در واقع مخترع ریوزبل پروف اوف ورک خود آقای هالفینی بوده یکی از آدمایی بود که به پروژه پی جی پی توی دهه 90 مشارکت کرده بود یه سایفر پانک بود و خیلی ویژگی ها رو داشت که نشون میداد که یه آدمی با یه, با یه که بهش میخوره که اگر اون میخواست بیتکو... مثلا اگه ساتوشی یه کسی باشه که بشناسیمش اون باشه و خب خیلی آدم مهربونی بوده خیلی آدمی بوده که فعال بوده روی بیت کوین کار کرده و خیلی کارهای خفنی انجام داده بود تا حتی روزهای آخر مرگش هم بدون اینکه روزهای آخر قبل مرگش هم بدون اینکه یعنی کل بدنش فلج بوده مثلا مثل توی اگه بخوایم تصور کنیم به چه شکل بوده مثلا از بیماری ایلس که پیشرفته میشه یا یه چیزی مشابه به مثلا اون تصویری که خیلی از اشخاص توی رسانه دیدن از آقای استیون هاکینگ به اون حالت بوده که کاملا توی یک ویلچر متحرکی بوده که هیچ هیچ جای بدنش رو نمی‌تونست بده به جز چشماش و با یه دستگاهی که سنسوری بوده که چش چشمش رو تشخیص میداد آقای هالفینی روی بیت کوین کد و یعنی حتی توی اون شرایط هم بیت کوین رو رها نکرده بود و میگفت مثلا چیزی که قبلا واسه من پنج دقیقه طول میگشید بنویسم الان شاید چهار ساعت زمان ببره ولی من همچنان ناراحت نیستم و اوکی هم و بازم دوست دارم که کار کنم این چیزی بوده که مثلا اینقدر ددیکیشن و اینقدر توجه خب آدم حس میکنه که شاید آقای هالفینی بوده یه،, 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 چیز جالب دیگه هم که در مورد هالفینی هست که خیلی دوست دارم بدونن یعنی خیلی مطمئنم دوست دارم بدونن اگه بهشون بگم اونم اینه که آقای هالفینی همون موقع فوت کرد ولی بدنش هنوز داره نگهداری میشه توی مؤسسه آلکور و کرایونیک فکر کنم بهش میگن کرایونیک شده یعنی بدن پریزرفت. رو آره پریزروش کردن که بدنش رو نگه داشتن که اگر مثلا در آینده علم به جایی رسید که آدم ها رو بتونه زنده کنه احیانا بتونن دوباره زندهش کنن خب و بدنش به شکل حالت توی حالت انجماد تقریبا نگهداری میکنن که خیلی آدم های کمی این کار کردن خب در واقع یکیشون همین آقای هالفینی بوده حالی یه حالا یه مزیت در واقع ناراحت کننده ای که در مورد این میتونیم تصور کنیم که هالفینی شاید در واقع ساتوشی بوده باشه اینه که با اینکه حالا در واقع ایشون فوت کرده ولی این خودش یک مزیتی هست یعنی ساتوشی که فوت کرده باشه بهترین حالت ممکنه برای بیت کوینه چون هیچ جوره دیگه نمیتونه هاشیه و یا جنجالی رو ایجاد کنه حتی اگر ساتوشی در آینده به وجود در واقع سر بر بیاره اگر در واقع ساتوشی واقعا فوت کرده باشه خب یعنی به معنای واقعی هیچ وقت هیچ حتی کوچکترین صحبتی در مورد این نمیشه که چه کسی سازنده بیت کوینه و آیا این شخص مثلا روی بیت کوین داره خب اگر کسی فوت کرده باشه دی خب دیگه نیستش اون شخص و الان واقعا به معنای واقعی همه میتونن درک کنن که بیت کوین توی دست آدم و الان افراد عمده افراد مردم تو دنیا دارن میبرن جلو بیت کوین رو واسه همین گفتم که این هم یه مزیتیه که در واقع حالفینی ساتوشی بودن هالفینی میتونه واسه ما داشته باشه خود منم کاندیدای مورد علاقه من. خب به حال باید از کسایی که شناخته شدن انتخاب بکنیم ممکنه واقعا ساتوشی یه نفر بوده که نه توی حالا توی ریمیلر ری که بوده ولی مثلا اسمش جای دیگه مطرح نبوده قبلا مقاله ای نداده بوده البته خب همون مقاله وایت پیپر هم اولین مقاله ای اکادمیکی هست که می تنها مقاله آکادمیکی اکادمیکی هست که می ما داریم فقط بین آدم هایی که میشناسیم شناسیم می گردیم ولی اگر که بخوایم توی اونها بگردیم به نظر من هم بالاترین احتمال همین هالفینی هست در مورد مهربونیش گفتی یه فیلمی بود که زمانی که دیدمش آنچنان لایک و ویو نداشت و خیلی تعجب کردم که این آخرین, آخرین حرف های هالفینی بود پس, پس از اینکه که ALS گرفته بود دیدی ویدیو رو همون که با همسرش توی یه آره آره هیچی هم در مورد بیت کوین نمیگه فقط در مورد زندگی خانوادگیش آره، میگه زندگیش میگه م. آره بعد این حالا که ذکرم کردی که توی الکور داره نگهداری میشه واقعا زنش اول که بهش متعهد مونده ازدواج نکرده پس از اون آدم اهل رسانه ای هم نیست فقط یه دونه پادکست بود که توی همین چیزای گروه ALS بود که من ازش شنیدم دیگه برخورد نکردم جایی بعد توی همون واقعا این امیدو داره که بتونه درمانی واسه یه ALS پیدا بکنه که بتونن اینها رو که بتونه مثلا حرفینه رو برگردونه به حیات خودش واقعا یه عشق باور نکردنیه و برای یه نفر که مهندس کامپیوتر و خیلی تصور قالبی هست که باید طرف حتما اوتیستیک باشه یه چیز جالبی که این جور رابطه عاشقانه بین این دو نفر بوده و یه چیزی هم که حالا سعی میکنم زیاد صحبت نکنم تجربه پی جی پی که داشته و اون فیل زیمرمن اسم طرف بود که پی جی پی رو رو انداخت فیل زیمرمن و آه، مطمئن نبودم اسمش و فکر یه دیگه از فعاله. چون که همون اون پروژه غیر قانونی میشه و مشکل دادگاه این پای 5 سالی هم طول میکشه مشکل دادگاهشون که با دولت ف مشکل برمیخورن شاید این تجربه هم کمک میکنه و باعث میشه که فکر بکنه که اگر من بخوام این پرو رو را بندازم نباید نامی از من باشه و به خاطر همین چون که حلفینی این رو پی جی پی رو هم توی تجربهش داره و اون قضیه دادگاه بعدش به نظرم اون رو یکی از محتمل ترین کاندیدا هایی برای این همه ناشناس موندن و ساتوشی بودن یعنی در مورد حالا پولای قبلی گفتی و در مورد فرهنگ بخشش توی بیت کوین گفتی چیزی هست که حالا خیلی رنگش عوض شده خوشبختانه کم رنگ شده این قضیه ولی یه زمانی فقط اسم بیت کوین می اومد همین سیلک رود تو زن آدما می اومد که یه سایتی بود یه سال شاید بیشتر عمر نکرد نمیگم که حالا من مخالف این سایتم موافق این سایت هم یه کاری بود که با بیت کوین میشد کرد درسته ولی فرهنگ اوپن سورس رو که نگاه میکنیم و فرهنگ بیت کوین هم که باز بر مبنای اوپن سورس نهاد نهاده شده و فراتر از اون دیسنترالایز هم هست غیر مر... مرکزی غیر مرکزی هم هست چیزی که توی اون نقش بزرگتری داره و اصلا بهش توجه نمیشه شاید چون که توی رسانه ها کلیک نمیگیره اینجور چیزی هم فرهنگ گیوینگ همون فرهنگ بخششی هست که افراد توی این پروژه ها دارن همین پروژه بیت کوین که گفتی خیلی ها بدونی که حتی اسمشون بخواد مطرح بشه یه مقدارش امنیته یه مقدارش نمیخوان سر زنگ ها یه مقدارش امنیته که فرد هیچ گونه غرور و شخصیت و خودش رو وارد این بازی نمیکنه اصلا نمیخواد افتخار افتخارش گیر اون اسم واقعی بیاد اون فرد واقعی بیاد و با این وجود داره به این پروژه ها کمک میکنه و حالا به این بپردازم به این که به سال بعدی بپردازیم این که دوتا من جالبه الان متوجه شدیم که ادبیات انگلیسی خوندیم و یه بخش جالبش بخش انسانی قضیه است یعنی بخش تکنیکالش واقعا بزرگه واقعا حیرت انگیزه و حرکتی که کرده تا الان واقعا حیرت انگیزه اما یه چیزی که هست بخش انسانیش هست حالا خب پیتهایی هست که آدم علاقه میشه بهش هیته آزادی هست حیطه اقتصاد هست اقتصاد اتریشی دیدم توی پادکستات هم داشتی هم. چیزی که میخوام بدونم چه اشتراکی یا اوورلپی که گفتی توی صحبتات بود بین مطالعه ای که کردی شاید م... خیلی محتمل و نظر نیاد برای کسی که آنچنان با بیت کوین آشنا نیست که وقتی با مباحث انسانی پشتش فلسفی اقتصادی پشتش آشنا باشی اون بیت کوین واسط جذاب تر میشه میخوام بدونم که چه چیزهایی بود که ام... تو رو توی هیت هیمو... ام... علوم انسانی بود که تو رو به بیت کوین علاقه مند کرد و چه هیته های جدیدی رو توی علوم انسانی دنبال کردی به خاطر آشنایی با بیت کوین در پی آشنایی با بیت کوین من خودم به مطالعه در مورد این در واقع به پست در واقع این ها و اینها خیلی علاقه داشتم به مطالعه در رابطه با مثلا دریدا با فوکو با این اشخاص خیلی علاقه داشتم و مطالعه میکردم کم و بیش و خیلی جذاب بود واسه من اون مفاهیمی که مرتبط به در واقع به خصوص از سمت فوکو به تعریفش و در واقع اون تمثیل هایی که از قدرت و روابط بین قدرت و اینها ایجاد میکرد و اینکه چه جوری روابط بین قدرت ش... در واقع روابط قدرت شکل میگیره و این باز مفاهیم در واقع دیکانسترکشنی که از اون سمت توی ده... نوشته های ما میخونیم و مطالعه میکنیم در موردشون و اینکه مرکزیت افکار در واقع افکار ما ایده های, ایده های ما و خیلی از رفتارهای ما خیلی از سنت هایی که همراه خودمون از گذشته اووردیم چجوری شکل میگیره تسته مرکزی که واسه ما محوری هست برای رفتارمون و این رو توی عدد توی توی فضای سیاسی چجوری به کار میگرفتن و چجور تعبیر میکردن از رفتارهایی که اتفاق میافتاد نمیدونم سرکوبی که بوده نمیدونم مسائل مرتبط به آزادی بیان و اینها اینها قسمت های از مطالعات هم بود که خیلی در واقع واسم جذاب بود دوست داشتم بیشتر در موردشون بخونم که اون موقعی که میگم اورلپ کرد با بیت کوین این بود که من دیدم که بیت کوین یک چیزیه که دیسنترالایزده خب غیر متمرکزه یعنی برخلاف اون چیزی که مثلا دیریدا صحبت از مرکزیت همیشه میکرد و میگفت این مرکزیت به شکلی حالا عمدتا تأثیر گذاری حالا چه منفی چه مثبت ما بخوایم ترقیش کنیم روی ما تاثیر میذاره و باعث محوری برای رفتارهای ما میشه اینجا دیدیم که یه پدیده که اومده اون وضعیت رو شکنده و یک نقطه متمرکزی رو نداره و یک سیستم آزاد رو تونسته بسازه که هیچ تبعیضی نسبت به دیگران نداره نمیدونم هیچ روابط قدرتی رو شکل نمیده هیچ توانایی به مثلا بازدارندگی نداره و این خیلی جذاب بود اینکه تو تکنولوژی چجوری شده که همچین مفاهیمی که خیلی ها توی فرهنگ در واقع تو جامعه دنبال این هستن که ما این چیزا رو بتونیم به دست بیاریم ما تو تکنولوژی تونستیم به دست بیاریم و تونسته همچین در واقع نتیجه ها و سمره های خوبی داشته باشه اینکه همونطور که توضیح دادم و اول گفتم که از خاطرم که اولین بار بیت کوین رو دریافت کردم چون که ما هر جا بریم به هر دری بزنیم در واقع ما رو ریجکت میکنن و اجازه نمیدن که ما به راحتی دسترسی به خیلی حقوق بیسیک شخصی داشته باشیم توانایی اینو داشته باشیم که با هر جایی از دنیا تعامل کنیم نمیدونم در واقع میگن که پول یک نوعی از یعنی حق به داشتن پول, به به پول به کردم و حق معامله کردن حق تراکنش کردن یک نوعی از حق آزادی بیانه یک قسمتی از اون موضوعه و یک به موازات اون همین همین مفهومه اینجاست که ما میتونیم ببینیم که بیت کوین اون آزادی بیان رو توی اون آزادی مالی برای ما به وجود آورده و این یه چیزی نیست که ما اصلا میتونستیم هیچ جوره تصورش کنیم قبل از بیت کوین و او اون یه چیزی نیست که اصلا بدون بیت کوین میتونستیم در واقع اچیف کنیم و بهش برسیم ما اگر یه صحبت جالبی همیشه میشه میگن که اگر ما بخوایم بیت کوین رو از بین ببریم باید چیکار کنیم یعنی خیلی چیز جالبیه میگن هر جوری بررسیش کنی چون این یه پدیده غیر متمرکز یک ایده است یک متن یه چیز ایندستراکتیبل ایده غیر قابل از بین بردنه چون نمیتونی از بینش ببری اون ایده رو هر کاری کنی بالاخره این ایده منتشر شده مثل یه جعبه پاندوراس که الان باز شده و همه ازش مطلع و دیگه نمیشه بستش و میتونن ادامهش بدن ببرنش جلو هر کسی میتونه انجامش بده اما یه روش برای از بین بردن بیت کوین هست اونم اینه که ما یه کاری کنیم که دیگر نیازی به بیت کوین وجود نداشته باشه یعنی ما یک جوامعی داشته باشیم که آزادی بیانشون رو داشته باشن توانایی در واقع معامله کردن و تراکنش زدن و ارتباط با آدم های مختلف دنیا رو داشته باشن و آزادی مالی رو به دست بیارن حقوق شخصیشون پایمال نشه فساد وجود نداشته باشه همه این شرایط باید در واقع بهشون برسیم باید مت بشه به اصطلاح میگن تو انگلیسی خب همه این شرایط باید, اتفاق بیفته بشه. آره برقرار بشن که تازه ما اون موقع میایم میبینیم خب دیگه بیت کوین خیلی دیگه آش دنسوزی نیست و خیلی اهمیت نداره تو اون شرایط چون که الان دیگه اون آزادی رو داریم دیگه اون آزادی که بیت کوین واسه ما میاره خب دیگه مهم نیست دیگه اگر که ما میدونیم که از اون آره. که اگر عموم... اگه که من مردود بهش میگفتم جون یه دقیقا اون حالتیه دقیقا اون <applause> چون که ما نمیتونیم ذات انسان این, تو در واقع ج... یه جورایی توی هسته رفتارها و ذات این... این موجودات این کره خاکی نهادین است که حریص میتونن باشن تمام میتونن بکنن اعمال و قدرت میخوان بکنن زور میدوست دارن بگن خیلی جاها فساد به وجود میاد ب... توی جامعه ها این یه چیزیه که تو ذات این در واقع این کره خاکی وجود داره نمیتونیم از دستش خلاص بشیم و بیت کوین اومده اینها رو تارگت کرده ما نمیتونیم تصور کنیم یک شا... خب خیلی خوبه ها. یعنی اصلا اگه ما, ما به یه جامعه شفاف کاملا در واقع با رعایت حقوق انسان ها و حقوق بشر و همه اینها برسیم خب یه چیزیه که من خیلی دوست دارم اتفاق بیفته و بیت کوین هم از بین ببریم بعدش دیگه به دردمون نمیخوره واسه چی مونه ما قایتمون اینه که همچین چیزی رو به دست بیاریم اما تا زمانی که این حالتی نیست و جوام این حالتی که هستند دولت ها این جوری که سرکوب میکنن و این جوری که مخفی میکنن و اختلاس میکنن و هر جور سوء استفاده از حقوق انسان ها میکنن بیت کوین خیلی میدرخشه وجود داره معنی داره کاربردی هدفش کاملا قابل درک قابل لمس و آره معنی داره واقعا داشتم میگفتم که ما وقتی که بخوایم بیت کوین رو درک کنیم بدونیم که چقدر مثلا این یه, چ... یه موضوع خیلی جذاب خیلی تو، توی ارزش های انسان ها نهادینه شده و ارتباط داره به ماهیت خود ما ها از اینجا میتونیم ببینیمش میتونیم ببینیمش که اگر نبود یعنی اگر میخواست نباشه باید چه شکلی میبودیم که مثلا اون وقت طبق نیازمون این به وجود نیومده باشه بیت برای این نیازهامون این این علاقه ای که به این موضوعات داریم و این راهکارهای این این مشکلاتی که با این راهکار میخوایم حلشون کنیم به وجود اومده قرار نیست که این مسائل رو مشک... مشخصا رفع کنه ولی قرار یه ابزاری باشه برای اون آدمایی که میخوان که شفافیت داشته باشن میخوان که قدرت داشته باشن و کسی نتونه اموالشون رو مصادره کنه کسی نتونه جلوشون رو بگیره سرکوبشون کنه کسی نتونه حقشون رو بخوره این جاها به دردشون میخوره و کاملا این قسمت ها رو کاملا میتونه به شکل معناداری خوب روشون تاثیر بذاره حق مالکیت خصوصی میشه حق آزادی بیان حق مالکیت خصوصی اینها واقعا حقوق چیزایی هستن که ما به عنوان حقوق بشر میشناسیم و کل ده... حالا ما به کشورهای بدنام کاری نداریم اونا که تکلیفشون مشخصه هم هم میدونن در مورد کدوم کشور داریم صحبت میکنیم اونایی هم که خوشنامن به عبارتی همونها همون چیزی رو که به عنوان حق بشر حقوق بشر در نظر گرفتن به اونها هیچ پایبندی ندارن و هر جا که بتونن یه ما یه حساب کتاب میکنن الان من حق حریم خصوصی این فرد رو بشکنم این فایده رو داری میتونم بعدش توجیهش بکنم یا نه اگر که نمیتونم این کار رو نمیکنم ولی اگر که میتونم بعدا میتونم این جامعه خوب بهش بپوشونم این کار رو خواهم کرد مطمئنا و حالا چیزی که تو دارید در مورد درست شدن جامعه میگی و میخوام بگم که هم هم هستم فقط دوست دارم که بیشتر روی کرده تو دیدگاه تو ببینم که بیت کوین قرار یه چیزی حالت پول باشه چرا از یک پول این همه توقع بهتر کردن جامعه رو داری چه نقشی داره اه. پول که میتونی این مثبت رو داشته ما من از نیکزابو می‌خوندم میخوندم که از همون آدم هایی هم هست که خیلی پتانسیل ساتوشی بودن داره <تصفح> میخوندم و داشتم مقالاتش رو ترجمه میکردم نیکزابو خیلی بحث جذابی رو مطرح میکنه اون هم این که میگه پول یه جور تکنولوژیه خب شاید خیلی به این فکر کرده باشن آیا پول یه تکنولوژیه اوکی یا به ذهن خودشون خطور کرده باشه که ما نیزابو میگه ولی که یه جور تکنولوژیه که ما برای فائق اومدن به محدودیت هامون به عنوان یک انسان ایجادش کردیم اون محدودیت هامون چیه؟ یه اشاره ریزی به عدد دانبار میشه خب عدد دانبار رو اگر کسی آشنایی نداره آقای اسم کوچیکش هم یادم نیست آلفرد دانبار یا همچین چیزی پادکستت اسمی... گفتی آره yeah. در موردش صحبت میکنه که میگه که خب ما آدما خب توی تا زمانی که جامعه کوچیکی داریم تا زمانی که خیلی در واقع محدود هستیم و همه آدما همدیگه رو میشناسن و توی همچین شرایطی هستیم مشکلی نداریم میتونیم با همدیگه خیلی از مسائل رو حل کنیم میتونیم خیلی از کارا رو انجام بدیم انتقال ارزش رو به خصوص بین خودمون خیلی راحت میتونیم مدیریت کنیم اما وقتی جوامع بزرگ میشن طبق اون چیزی که حالا آقای دانبار میگه توی ماجرای عدد دانبار میگه که انسان ها توی یه چیزی ولوش حد اکثر 150 نفر آدم دیگر رو میتونن یه ارتباط معنادار باشون برقرار کنن یعنی اگر به عنوان مثال جامعه اطرافم به جای 150 نفر بشه 2000 نفر یا بشه 5000 نفر دیگه من مشخصا نمیتونم ارتباط معناداری با تمام اعضای اون جامعه داشته باشم فقط در حد خودم و در حد توان خودم این یه محدودیتیه که انسان ها دارن یه, محدودیتیه ارتباطاته، یه محدودیتی توی ارتباطات یه محدودیتی تو کاگنیشن توی همه این موضوعاته و این شد که توی اون جامعه برای اینکه بتونم بهتر با هم دیگه به اتفاق نظر برسن یه تکنولوژی هایی رو به وجود آوردن که یکیشون همین پول بوده خب ما نیاز داریم برای اینکه هم همدیگه رو بتونیم دوست داشته باشیم با همدیگه به مشکل نخوریم صلح داشته باشیم خب بتونیم با همدیگه اصلا نیازهای همدیگه رو بتونیم ترکیب کنیم با همدیگه از پسشون بر بیایم غذایی رو بتونیم رد و بدل کنیم مواد غذایی رو ابزاری وسیله رو نیاز به پول پیدا کردیم چون دیگه نمیدونستیم بگیم اوکی من با این صد نفر آدم این مقدار حساب کتاب دارم با این صد نفر آدم مثلا اینقدر چون شد دیگه حافظه انسان جوابگو نبود خب توانه انسان به این حد نمیرسید و این شد که پول به عنوان یک ابزاری که یک،, یک تکنولوژی که انتقال ارزش رو فراهم میکرد و این موزل رو توی هماهنگی بین جامعه حل میکرد رایج شد خیلی خب نقش بنیادی داره پول یعنی ما خیلی از آدم مثلا اگه خیلی در مورد همچین مسئله فکر نکرده باشن یا باش برخورد نکرده باشن ازشون بپرسی با پول چیه می خب پول دیگه مثلا نسکناس مثلا یا همچین چیزیه میگه این سکه است مثلا پوله خب همچین برداشتی دارن که مثلا همچین چیزی پوله و تمام دیگه بیشتر از این به این مسئله فکر نمیکنن اما اگه بیاییم اون نگاه کنیم ببینیم که هزاران هزار سال پیش وقتی که پول وجود نداشته جامعه ها چجوری مثلا سعی میکردن با هم دیگه تعامل کنن و با هم دیگه ارتباط داشته باشن و چجوری جامعه ها نمیتونستن از یه حدی از یه مقیاسی بیشتر با هم دیگه تعامل کنن و رشد کنن تازه میفهمیم که پول چه نقش کلیدی توی رشد کردن جامعه داره اما پول از اون دوران قدیم که پول بدی نبود خب با اینکه بیشتر اکسپریمنتیشن بود مثلا توی ایران مثلا شنیدم فکرم حتی زیره هم یه زمانی به عنوان پول استفاده شده خب یا مثلا توی آمریکا مثلا صدف دریایی و نمیدونم دندون مثلا فلان حیوون و مثلا اینجور چیزا به عنوان پول استفاده شدن خیلی چیزا تا دلتون بخواد از چیزای مختلفی به عنوان پول یا در واقع به عنوان یک ابزاری برای انتقال ارزش و برای حفظ ارزش و برای اینها استفاده شدن اه پول اون موقع حالت گفتم اکسپریمنتیشن داشت و نمیدونستن دقیقا چی خوبه هر چیزی که نقدتر از همه چیزا بود و استفاده میکردن هر چیزی که بیشتر از همه مردم ترجیح میدادن و مردم با همدیگه کنار میومدن اینجوری نبود که قرار داد با همدیگه بنویسن که اینجوری بود که با همدیگه به اتفاق نظر میرسیدن رو اینکه یه چیزی استفاده کنن بدون اینکه نیاز به به اتفاق نظر رسیدن وجود داشته باشه اصلا. کم کم خودشون استفاده میکنن دو نفر استفاده میکردن بین همدیگه با همدیگه اوکی بودن بعد این دو نفر میشد چهار نفر شش نفر تا کل جامعه مثلا میدیدین همه از مثلا یه جور صدف استفاده میکنن همونطور که مثلا سرخ آمریکایی به مدت 100 سال مجبور کردن که انگلیسی یا که انگلیسی های ها و هلندی ها خیلی هایی که وارد آمریکا میشدن همه از صدف استفاده به جای سکه که سکه خیلی مثلا برتر بود اگه توجه کنید ولی به خاطر اینکه مثلا مردم اونجا صدف استفاده میکردن خود آدم های بومی خود قاره آمریکا اینا مجبور شدن به استاندارد بومی ها مثلا کار کنن این پول اوکی بود اکسپریمنت میشد مشکلاتش واضح میشد جایگزی میشد با یه پول بهتر تا اینکه یه مسیر انحرافی رو به خودش گرفت و این مسیر انحراف باعث شد خیلی از اون چیزایی که پول اومده بود رفت کنه رو به شکل خیلی بدتری در واقع شروع کرد و ما چیزایی مثل فساد مثل تورم توی جامعه مثل فقر حالا نه اینکه اینها فقط به خاطر این موضوع باشن ولی به شکل ریشه ای درگیر این موضوع هستن اینکه دولت میتونه تورم ایجاد کنه میتونه در واقع بدون هیچ مثلا بدون هیچ عواقبی توان و قدرت خرید اشخاص رو تضعیف کنه بدون اینکه هیچ جور محدودیتی جور مخالفتی باش بشه جلوش گرفته بشه همچین کارهایی رو بکنه و کم کم باعث ایجاد فساد میشه باعث ایجاد رانت انحصار میشه باعث قدرتمندتر شدن اون اینستیتوشن اون نهاد که دولت هست در واقع اینجا در مقابل مردمش میشه باعث توانایی و ممکن شدن فاند کردن جنگ ها میشه و خیلی از این مسائلی که ایجاد کردیم پول یعنی توی 150 سال اخیر که پول فیات پولی که دولت کنترل میکنه و چاپ میکنه و هر روشی که دوست داشت از وقتی که این اومد یک انحرافی اومد که خیلی از این ارزشهای های انسانی زیر سوال رفتن به مشکل خوردن با تضادی مواجه شدن این اون جاییه که من میبینم که بیت کوین میتونه کمک کنه شاید اون تنها چیزی نباشه که باعث این مسئله بشه اصر ارتباطات تاثیر داره خیلی خیلی از چیزهای دیگه ای که آدم ها دارن بهشون دست پیدا میکنن و کم کم میسازن میرن جلو تاثیر دارن تو این موضوع ولی بیت کوین یه نقش کلیدی داره اینجا اون همین که ما یه سری انحرافات تو پول انگار دوباره تصحیح کردیم با بیت کوین و اگر بیت کوین فراگیر بشه استفاده ازش بیشتر و بیشتر فراگیر بشه و به شکل یک قدرت بسیار بزرگی توی دنیا جا بیفته اون وقت میتونه واقعا نقش داشته باشه توی این موضوعات یه مطلبی که سنودن در مورد سی بی دی سی ها نوشته بود اگه اونو گوش داده باشی توی قسمت های پادکست هست یادم نمیاد کدوم قسمته یه جایی میگه که اون جایی که تورم رو امپراتور هم امپراتور آره در امپراتور روم تورم رو خواست در واقع اصلا دلیلی که تورم رو به وجود آورد احا. و اومد یعنی جوری که انجامش داد این شکلی بود که ما یک سکه داشتیم که مثلا یک سکه بود خب و از یه روزی به بعد اومد گفت امپراتور رو گفت که این یک سکه دو سکه است یعنی دو تا واحده همه میگفتن خب ما که احمق نیستیم یه دونه است چجوری میگی دو تا است میگفت نه ارزشش به اندازه دو تا شما در نظر بگیرید یعنی به نحوی میخواست قیمت گذاری کنه بگه این قیمتش مثلا بیشتره دو برابره و سکه ها رو بعدا سکه سایی کرد کمترشون کرد در واقع اصلا از سرب استفاده کرد سه کار عوض کرد و بارها از این انحرافات تو پول ایجاد کرد همش به خاطر اینکه توی دوران جنگ افروزی خودش بود و میخواست که پول داشته باشه که بتونه بیشتر و بیشتر خرج جنگش بکنه اصلا از نقطه شروع این ماجرا رو ما ببینیم میتونیم ببینیم که در واقع دست بردن توی پول توی اون چیزی که به شکل قرارداد اجتماعی بین آدم ها نهادینه شده و خیلی خونسا خیلی ارگانیک و طبیعی بین آدم ها شکل گرفته دست بردن چقدر میتونه مسئله ساز باشه چقدر میتونه صدمه وارد کنه که بیت کوین برگشته تو اون حالت یه حالت کاملا باز دوباره خونسا بدون هیچ تبعیزی بدون هیچ سرکوبی بدون هیچ توانایی به مثلا دستکاری تغییر یا اعمال نظر و خشونت و انحصار مثلا مسائل سیاسی و اینها اومده انجام داده که مطمئنا خیلی از اون مسائل قبلی رو روشون میتونه تاثیر بذاره مطمئنم میتونم بگم که روشون تاثیر مثبت میتونه بذاره این اون چیزیه که قطعا میتونم بگم که تاثیر مثبت میتونه داشته باشه آیا میتونه حلشون کنه اینو باید ببینیم که آینده چی میشه یقینا بهترشون میکنه مثلا زمانی هم که روی استانداردهای طلا بودیم و اینها همین شامورتی بازی ها رخ میداد به شاه های این کار رو این کار میکردن که مثلا سکه رو بدین ما یه بار دیگه واسه تون ضربش بکنیم بعد همین سرب قاطی میکردن باشون دیبیسشون میکردن به اسطلاح و باعث میشده که عرضه پول افزایش پیدا بکنه و در واقع این پول و خب طلا هم چیزی بوده که برای اصالت سنجیش شما باید یه متخصص می بودی که بفهمی اصالتش رو چجوری تشخیص بدی خیلی راحت هنوز مجنسه. هم هنوز, هنوز هم. هم. باید متخصصی باشی بتونی بفهمی آره مثلا اگه نه آ... اگه که نه همیشه توی تلافر شدی سکه رو اینجوری میزنم روی میزشون یه فوتای کوزگری هست که فقط خودشون میدونن که با اونها تشخیص میدن که این سکه درسته یا نه میذارن روی میز و مثلا از روی صداش میفهمن توی فیلم میبینی که اینجوری میذاشتن لای دندونشون ببینن که سکه درست و اینها ولی به هر حال یه مقداری ناخالصی میتونستن واردش بکنن و از در برن همون یه شرفی داشتین نسبت به پول امروزی که هر چقدر میتونن چاپ بکنن اگه میخواستن باجه خراج بگیرن باید میمدن در خونه ازت میگرفتن ولی حالا میتونن چاپ بکنن و به خاطر همین قدرت خیلی عظیمی رو دارن که بدون اینکه با تو رو به رو بشن از توی جیب تو میتونن پول بردارن و یه چیز جالبی هم که هست برای هم... یه درس بزرگ برای همه دولت ها اینه که هر امپراتوری که پول ساوندمانی داشت پول قوی داشت پول محکم داشت توی اوج خودش بود زمانی که شروع کرد این کارا رو کرد افول امپراتوریش و فروپاشی امپراتوریش همون موقع رخ داد و همه دولت ها باید بدونن که در حالا که با یه قولی مثل بیت کوین مواجهن که تشخیص دادن اون متخصص نمیخواد اگر اومد توی والتت تو میتونی خشنگ ببینی این تراکنش رو اگه که دیگه بیت کوین نود داشته باشه همه تراکنش ها داخل سیستمت هستند و میتونی وریفای بکنی که این تراکنش انجام شده یا نشده و هر یه دونه بیت کوین یک دونه از 21 میلیونه حالا تقریبا 21 میلیون کم کمتر از 21 میلیون و اینطوری نیست که مقدارش افزایش پیدا بکنه کاهش پیدا بده، کاهش بده میکنه ولی افزایش پیدا نمیکنه و ارزش افزایش پیدا نمیکنه و تشخیصش هم, هم زحمتی نمیخواد هر کسی روی با گوشی خودش میتونه این رو چک بکنه میتونه مطمئن باشه که این تراکنش رو دریافت کرده یا نه و به خاطر همین خیلی از پیچیدگی ها رو حذف میکنه و وقتی که دولت ها با چنین چیزی مواجه هستن باید بدونن که رفتار خودشون رو اصلاح بکنن وگرنه بیت کوین قرار جاشون رو بگیره خب چیزی که حالا فهمیدم که از کجا علاقه من شدی به بیت کوین میخوام بدونم که بیت کوین به چه مباحثی علاقه من کرد کدوم یکی از این مباحثی که در موردشون صحبت کردی بعد از آشنایی تو به بیت کوین بود من اون قس... آه... کلا در مورد پول هیچ چیزی نمیدونستم یعنی همونطور که حد میزنم که اغلب مردم چیزی در مورد پول نمیدونن یعنی با توجه به اینکه من توی فضای بیت کوین فعالم و در موردش صحبت میکنم و کلا دیگه این پرویلیج رو دارم که مثلا توی این موضوعات پیگیر باشم و علاقه نشون بدم آه... زیاد پیش میاد که آدمای اطراف من یا مثلا آدمایی که مثلا ملاقات کنمشون مثلا ببینمشون و اینها بیان و مثلا صحبت کنن و بین خودشون مثلا بحثی کنن یا چیزی خیلی زیاد دیدم که آدما مثلا در مورد پول وقتی صحبت میکنن هیچ چیزی در موردش تقریبا نمیدونن یعنی این خیلی غیر طبیعی هم نیست این مسئله طبیعیه که آدما در مورد پول چیزی نمیدونن چون هیچ جایی توی آموز در واقع آموزش و پرورش و کتاب <صح> <تصح> <تصح> های درسی و اینها در رابطه با پول ما هیچ وقت نداشتیم هیچ وقت تعریف نشده که پول چیه به چه شکله پشتوانه چیه بوده نبوده من خودم یعنی تو دنیای بیت کوین بود که وقتی شروع کردم و مطالعه کردن دیدم چرا اینقدر اسم از پول میارن و تاریخ پول و گذشته پول و تورم و کلی موضوعات این شکلی است که در موردشون همیشه صحبت میکنن چرا من در مورد یه چیز فنی دارم مطالعه میکنم یه چیز کامپیوتری هستن چرا این موضوعات در مورد این در واقع توی این مقالات این کتاب و در مورد پول و تاریخ و اینها صحبت میشه چه در مورد مثلا اشتباه ها و مثلا حالا تئوریایی که میگه مثلا چرا پول امروزی مثلا صدمه میزنه به جامعه و اینها صحبت میکنن چرا خیلی از این متفکرین اصلا به علم اقتصاد مثلا علاقه مندن متفکرینی ای که تو حوزه مثلا بیت کوین هستن این شد که من بیشتر و بیشتر مطالعه کردم و تازه دیدم اصلا من هیچ درکی از موضوع پول نداشتم اصلا هیچ وقت به این فکر نکردم اصلا پول چیه هیچ وقت یعنی صرفا به عنوان یه چیزی که taking for granted میگن که وجود دارد و خب ازش استفاده میکنیم بهش توجه کرده بودم و اونجا بود که در واقع من در مورد این موضوع خیلی بیشتر علاقه من شدم و مطالعه کردم و اصلا مطالعات هم کافی نیست در مورد در مورد پول و در مورد موضوعات مرتبط به اقتصاد ولی خیلی جذاب بود واسم و خیلی چیزها هم یاد گرفتم خیلی چیزهای بیسیکی که خیلی ها نمیدونن اینکه اینکه مثلا طلا پشتوانه پول نیست اینکه مثلا دولت ها پول چاپ میکنن اینکه چه, چه تاثیراتی میتونه داشته باشه این موضوع روی زندگی مردم اینکه اصلا ما وقتی هی میگیم قیمت دلار رفت بالا خب به عنوان کسایی که تو ایران زندگی میکنیم و این دغدغه رو همیشه داریم که حساب کتاب کنیم تو همه کارهای کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدتمون که ببینیم چجوری باید نگهداری کنیم از داراییمون چیه که باعث این موضوعات میشه اینجا بود که متوجه شدم واقعا این قسمت خیلی خیلی جذاب و خیلی مهمه باید بدونم در موردش و توی گذر زمان کم و بیش در موردش مطالعه این یکی از اون قسمت هایی بود که واسه خودم خیلی یعنی اصلا هیچ کلولس بودم به معنای واقعی در موردش هیچ چیزی در موردش نمیدونستم و ضعفش هم تو جامعه میبینم یعنی اصلا افراد یعنی کودکان اینها که هیچ خب نوجوانان هیچ جوانان و بزرگ سالان هم معمولا در مورد این مسئله اصلا ای ندارن و پیگیرش نیستن با اینکه شدیدا و مستقیما روی زندگیشون تاثیر داره و یکی اصلا عوامل اصلیه که اصلا به زندگی آدم نقش میده شکل میده بهشون اما افراد هیچی در موردشون نمیدونن و هیچ وقت هم توی مدارس و اینها هم در موردش تدریسی صورت نمیگیره به جز پول توی دنیای بیت کوین یکی از موضوعات دیگه ای که من واسم جذاب بود و در موردش مطالعه کردم مباحث مرتبط به در واقع دنیای اوپن سورس و نرم افزارها و اینکه اصلا چجوری توسعه میدن این اشخاص با هم و این این موضوع برای درک اینکه که چرا ما میگیم بیت کوین سازندش مثلا کاری نمیتونه بکنه یا چرا میگیم غیر متمرکز نمیتونه مثلا کسی روش کسی دستکاریش کنه کسی نمیتونه این کار رو بکنه اصلا درکش از این فهمیدن فضای اوپن سورس و معنی اوپن سورس و این هاست که واسه من باز خیلی جذاب بود و روم تاثیر جدی اصلا گذاشتن خیلی از نرم افزارهایی که استفاده میکنم اوپن سورس همیشه حداقل یه سیستم عامل اوپن سورس دستم دارم حالا واسه چه کار هر کاروردی که باشه اغلب ترجیحم به استفاده از یه نرم افزار اوپن سورس تا یه نرم افزار کلوز سورس و این اصلا تاثیر جدی روم داشته این مسئله که کامل توی استفاده هم از اصلا کامپیوتر و اصلا حتی تو تولید محتوام اینا هم تاثیر میگذاشته حتی آره این چیزایی بود که تو دنیای بیت کوین واسم خیلی واسم جذاب بود وم تاثیر گذاشت و یه مقدار هم و موضوع کامیونیتی کلا کامیونیتی های آنلاین من به این موضوع خیلی علاقه دارم اتفاقا که اینکه کلا کامیونیتی های آنلاین چه شکلی هستن چه جوری با هم دیگه هستن باعث تاثیرگذاری چه جوری باعث هم همکاری هم فکری میشن چجوری باید مدیریت بشن چجوری با هم دیگه چجوری رشد میکنن توی رشدشون چجوری باید مقیاس به اینا واسه خیلی موضوعات جذابی و توی دنیای بیت کوین باز با اینها مواجه شدم و خیلی واسه جذاب بود و دنبال کردم بیشتر از چیزای دیگه <applause> حالا برای من اوپن سورس اول بود اول با اوپن سورس آشنا بودم و با مثلا لینوکس سعی میکردم نصب بکنم و داشته باشم و به هر ضرب و زوری هست کارامو با لینوکس انجام بدم و خیلی جاها واقعا زحمت افسور رو به خودم تحمیل میکردم که بخوام به لینوکس پایبند بمونم چون که به عنوان یه مترجم همیشه نرم که داشتیم روی ویندوز اجرا می‌شدن و حتی مثلا روی مک و اینا اجرا فقط روی ویندوز بعد این بود که یکی از دروازهای ورود من بود و همون قضیه هم که اول کار گفتی گفتی طرف از نیویورک مخاطب واسه پول بفرسته تو به عنوان ایرانی گفتی من چیکار بکنم ولی می‌بینی که یه بیت کوینی هست که کاری نداره تو تو ایرانی تو کره شمالی هستی اگر بتونی اون داده رو انتقال بدی برنامه رو نصب کنی انتقال بدی باز میتونی اون پول رو بگیری کاری نداره که دولت چی کار میخواد بکنه تا زمانی که بتونی اون برنامه رو داشته باشی اون کیف پول رو داشته باشی و یه حد درقلی از دادر رو تبادل بکنی همین تموم و کافیه نمیخواد شناسنامه ببری نمیخواد کسی شناسنامه چک بکنه بچه ها توی کشور مختلفی این اتفاق واسه شون ایرانیا. که یه بانکی هست به مثلا من حساب بانکی داده خیلی ایرانی دیگه که میرن با یه کارمند دیگه برخورد میکنن اون کارمند بهشون حساب بانکی نداده یعنی اون فرد حتی تأثیر گذار هست ولی دیگه با بیت کوین این قضیه رو این مشکل رو نداری یه چیز کوچولویی هم بگم گفتی حلفینی 2014 فوت شده بود درست بود 2014 بود توی یاداشتم نگاه گردم اینو همینجا بگیم که اون تداخلی که توی صحبت دیجاز کردم گفتم 2013 اون ثبت نشه درستش 2014 است که زیا گفت و حالا میخوام چقدر جالبه که بحث بحثمون امروز چقدر انتظایی شد فکر نمی کنم توی پادکست های خودت هم انتظایی صحبت میکردی در مورد مسائل فلسفی و ذهنی صحبت میکردی یا اونجا خیلی سعی میکنم روایتش کنم که راحت تر مخاطب بتونه <تصفح> از پشت در واقع اون میکروفون وقتی در اینا رو میشنوه و بدون تصویر بدون هیچ شکلی اینها وقتی در سعی کن. تصور کنه بتونه بشه که روایت جذبشون کنه ولی خیلی وقتا وارد این موضوعات هم میشم چرا <تصفح> اوکی اون حال من اونها بر نخورده بودم در مورد اینکه به چه مباحثی علاقه مندت کرد گفتیم و چه مباحث ذهنی تو رو به به بیت کوین قبل از بیت کوین بهشون علاقه من بودی و اینها حالا میخوام بدونم که بیت کوین آیا توی اون زیایی قبل از بیت کوین میشناختی و زیایی که پس از بیت کوین میشناختی تغییر ایجاد کرد تغییر در فکرت ایجاد کرد در رفتار تو نحوه زندگی تو روی کرد به چیزهایی که دور برت هستن تغییر ایجاد کرد اگر کرد به چه شکل بود خیلی تاثیراتش خیلی اینقدر زیاده که فکر نکنم بتونم هیچ جور جنبندی کنم چه چیزهایی بوده و چه تاثیراتی گذاشته من این هم بگم که من بای دیفالت قبل از اینکه بیت کوین رو بشناسم بیت کوینر بودم یعنی <laughs> خلق و روحیاتی رو داشتم که مثلا خیلی از بیت کوین رو معمولا دارن فکر کنم متوجه هم و... که چی میگی آره واسه هم جذاب یعنی همون اوایل واسه هم جذاب بود این موضوع یعنی چالش ذهنی بود واسه من دنبال چالش هم خوب خوشم میاد دوست دارم اینجور چیزایی رو آه... یه سری چیزا رو یعنی از قبل من آمادگیشون رو داشتم ولی آه... تاثیرش واقعا زیاد بوده رو یعنی الان پنج سال مداوم در مورد بیت کوین مینویسم و میخونم و تویت میکنم و ویدیو میسازم و همه اینا خیلی با دیفالت خودش خیلی روم تاثیر گذاشته باعث شده نمیدونم کدوماش مثلا بهتره بگم ولی جذاب ترینا و جالب تریناش واسه من اینه که من و مهم تریناش واسه خودم حداقل اینه که باعث شده خیلی به حقوق خودم آگاه تر باشم آدمی باشم که نسبت به مثلا چیزایی که اطرافم اتفاق میفته ممکنه مثلا به من صدمه بزنه روی اختیار و انتخابم تاثیر میذارن آگاهتر باشم نسبت بهشون و خیلی پیگیرشون بودم مثلا به همین راحتی حرف زور رو نمیپذیرم خب و حالا میشه اینو یه مقدار بیشتر در مورد صحبت یا از ترجمه خیلی در مورد صحبت نکنیم ولی اینجوریه که کلا قبلا خیلی خیلی بیشتر گول رسانه و oh, yeah. آره پروپاگاندایی و اینها رو میخوردم ولی الان خیلی با دید منتقد همیشه نگاه میکنم و خیلی بیشتر سعی میکنم موشکاف پیش کنم و خیلی بیشتر سعی میکنم از احوال جهان سر در بیارم که بدونم کجامو این اتفاقات که میفته چه تاثیرم داره و اگر جایی هست که داره من یه چیزی تحمیل میشه بدونم که تصمیم درستی که میتونم بگیرم چیه چجوری زیر بارش نرم و جلوشون مقاومت کنم خب تا جایی که میتونم زندگیمو به شکلی پیش ببرم که تحت تاثیرشون نباشم یا اصلا جلوشون هم حتی شده مقاومت کنم حتی اگه شده از بینشون ببرم یا تصحیحشون کنم یا جلوشون رو بگیرم و این, این, اون چیزیه که من اصلا این خلق و خورو در گذشته به شکل بیشتر از هر چیزی درونی داشتم ولی نمیدونستم چرا ولی توی بعد از آشنایی با بیت کوین بعد از دید انتقادی که مثلا نسبت به مثلا اتفاقات اطراف هم و اینها پیدا کردم خیلی بیشتر این مسئله تشدید شد و خیلی بیشتر قابل درک و قابل فهم شد که از کجا میاد از کجا نشت میگیره و بیرون میاد چجوریه که من علاقه به خود مختاری شخصی علاقه به این دارم که مستقل باشه آدم و بتونه اون تصمیمی رو بگیره بخ... که میخواد و تحت تاثیر زور و تصمیمی که دیگران براش میگیرن نباشه اینا رو هم که دستان دارم میگم الان جنبه شخصی واقعا نداره بیشتر از هر چیز شاید شبیه شخصی به نظر به ولی از اونجایی که خب خیلی مستقیم به تارگت نزنیم خب به این شکل دارم شرحش رو میدم آره واقعا واقعا این این قسمت از شخصیت خودمو انگار نشناخته بودم و هنوز رشدش نداده بودم ولی با بیت کوین خیلی خیلی تاثیر گرفتم و خیلی خیلی رشد کرد آره این بیشتر از هر چیزی واقعا شاید در مقایسه با همه اون چیزهایی که بوده این واسه من بیشتر از همه تجلی داشته زیبا بود آره بعد یه چیزی توی قسمت فکر میکنم رسالت ساتوشی توی سفری به لانه خرگوشتون در مورد صحبت کردین احتمالا همون اپیزود بود این بود که گفتین یه رفتار کالت گونه یا فرق گونه بیت کوینی ها دارن و یه سری اشتراکات عجیبی بین افراد پیدا میشه مثلا این اولین باری هست که من و تو داریم صحبت میکنیم بالا به جز اون چت های تلگرام و اینها و میبینیم که یه اشتراکات فکری داریم و اولین چیزی که ما رو به هم نزدیک کرد بیت کوین بود و بعد میبینیم که به طبع بیت کوین اون عقاید دیگر رو هم داریم اون روی کرد های دیگر رو داریم با وجودی که من قبل از آدا این رژیم غذایی که دارم رو شروع بکنم که یک رژیم گوشت است که توی پادکستتون هم گفتین من با این بیت کوین آشنا شده بودم ولی آشنایی واقعی واقعیش بعدش این بود که فهمیدم که چقدر توی علم تغذیه دروغ به ما گفتن و چقدر واقعا هر کدوم از اون توصیه رایجی که میشه برعکسش رو عمل بکنی واقعا نتیجه درستتر در میره در مورد نمک در مورد چربی هایش با در مورد هر چیزی که فکرشو بکنی دقیقا برعکسش عمل بکنی بهتر جواب میده در مورد اینکه چه ورزشی بکنی که وزن کمتر بشه در مورد همه اینها انگار از عمد نه انگار و واقعا در بعضی جاها از عمد وارونش رو گفتن و بعد از اون آدم به این فکر میکنه که اینا که دروغ بود دیگه چی دروغه دیگه چی دروغه تا اونجایی که حالا میدونم تو به حال توی ایران زندگی میکنی نمیخوام خیلی کنکاشت کاشت بکنم چه چیزهایی رو فکر میکردی که درسته و بعد, بعد از اینکه که با کوین آشنا شدی دیدی که نه کلا از بی اشتباه بوده در مورد پول به نظرم حالا در مورد پول که چیزی بهمون به نمیگفتن و بعدا چیزهایی رو در مورد شاد گرفتیم ولی اگر هم هر چیزی که میگفتن همشون برعکسش باز درست بود میخوام بدونم که چه چیزهایی میتونی در موردشون صحبت بکنی که قبل از بیت شدن واسط فقیقت محض بودن ولی حالا حقیقت محض نیستن چه مباحثی چنین حالتی رو داره بیشتر از همه در مورد قانون واسه من بوده که یعنی ما به شکل بی قید و شرطی معمولا به یعنی از ما درخواست میشه که به خیرخواه بودن حالا جادیه و اگه بچه ها بشناسن میشناسید و جادی رو؟ جادی نه نه نمیشناسن جادی که در, در واقع تو توییتر فعاله و در مورد تکنولوژی و تونیای اوپن سورس و خیلی از این مطالب محتوا میسازه خیلی هم پر مخاطبه رادیو گیک آها رادیو گیک دیدم آره. فکر میکنم آره. رادیو گیک جادی میگه که میگه اربابامون اسمش اینجوری میاره <تصفح> میگه اربابا از ما درخواست میکنن و واسهشون مطلوبه که ما به خیرخواه بودنشون اعتقاد داشته باشیم این جادی نمیگه مگم کلمه اربابا رو میگه که با اینجا استفاده میکنم آره از ما میخوان که بفهم یعنی فکر کنن که خیلی خیرخواه ما هستن ولی تو دنیای بیت کوین وقتی میای به شکل انتقادی به این مسئله نگاه میکنی و رفتاراشون رو تحلیل میکنی و میبینی که چه بلاهایی که سر ما نیوردن اونجاست که تازه میفهمی که چقدر توی خیال بودی که حسن نیت و خیرخواهیشون رو مثلا تو take for granted کردی گفتی که اوکی مشکل نیست احتمالا اینجوریه و متوجه میشی که چقدر به منفعت خودشون و چقدر از موضع قدرت خودشون سو استفاده میکنن و این, اون جاییه که خیلی از بیت کوین ها اتفاقا با هم دیگه, دیگه. اصلا کلا عمده بیت کوین اتفاق نظر دارن روی این مسئله چون کلا از همون اول تو اگه بخوای بیت کوین رو بفهمی باید این نکات رو بفهمی واقعا و بدونی که به خصوص به خصوص این بازی های رسانه ای و پروپاگانداشون قدر و به چه هدفی تاثیر مخرب و منفی میذاره رو جامعه و چطوری باید از دستش رها بشیم اون اصطلاحی که استفاده میکنن میگن اورنج پیل خب میگن قرص نارنجی بیت کوین خب مثل اشاره فیلم ماتریکس داره که میگه که یا قرص آبی رو بخور و به زندگی عادی همیشه مثل همیشه برگردی یا اون قرص قرمز رو بخور و بیا از این ماتریکس بیرون بیا که بتونی بفهمی چه خبره دور و ما حالا اصطلاح چون که این این, این ویژگی مشترک بین همه بیت کوینرا که این اصطلاح اورنج پیل رو راه انداختیم و میگیم که قرص نارنجی رو در واقع بخور و یعنی با بیت کوینر و مطالعه در مورد بیت کوین پیگیری بیت کوین میتونی به این مسئله مثلا خیلی خوب باز مثلا اون خارج شدن از ماتریکس واقف بشی و مطلع بشی از اینکه چقدر پروپاگاندا تاثیر مخربی داره و چقدر از صحبت ها اصلا پروپاگانداست من رسما اینو میتونم خیلی راحت اصلا بگم که شما کافی تلویزیون تو خونه داشته باشید خب و حالا تلویزیون تو هم امکان اینو داشته باشه که شبکه های تلویزیونی رو ببینید باش مثلا من نمیدونم دهه هاست که تلویزیون رو به این شکل استفاده نکردم ولی بتونید مثلا شبکه های رسانه مثلا کشور رو بتونید ببینید بزنید رو هر شبکه ای که بذارید هر صحبتی که میبینید تقریبا دروغه یعنی شما بشینید ببینید همش دارن دروغ میگن یا دارن دروغ میگن یا دارن ماسمالی میکنن یه چیزی رو یا دارن میپیچونن یا دارن با پروپاگاندا برین واشینگ میکنن چه می کالایی رو دارن به ما سر رو... میکنن بفروشن آره و این اون چیزیه که بیت کوین یعنی اصلا شما وقتی وارد فضاش میشی از همون اول تو صورتت میخوره اصلا یعنی نمیتونی از دستش در بری و همون اول متوجهش میشی که چقدر این موضوع مهمه تو فضای بیت کوین که شما مثلا تحت تاثیر این پروپاگاندا نباشی چرا چون که اون حق اختیار شخصی و اون حق استقلال شخصی که ما در موردش صحبت میکنیم که مهمه و بیت کوین برای ما میتونه اونو بر مقام بیاره به تنهایی با بیت کوین محقق نمیشه شما باید یعنی واقف بشی به این فضا به این محیطی که اطرافه به این که میخوان تو رو روی مغزی بدن خیلی وقتا پروپاگاندا هست نمیدونم ارباب ها چه تصمیم هایی دارن میگیرن و این تصمیم ها چه تاثیری قرار روی رو رو تو بذاره باید واقف بشی به اینها که بتونی تازه مثلا صحبتی از استقلال کنی حداقل استقلال فکری بکنی قبل از اینکه دکمه زبط رو بزنیم داشتی نقل قولی رو از نیچه میکردی که من هیچ وقت بهش بر بودم دوست داری که حالا اینجا تکرارش بکنی اگر که مایلی البته آه... بعدم هم نمیاد ولی خب خیلی شاید مرتبط نباشه نمیدونم اگر <applause> بعد فارسی هم نیست انگلیسی بذار اینم پیداش کنم دم دستم. نیچه که معروفه به اینکه متن هایی که می نوشته خب بوده و راحتم نمیشه امیدوارم سعی کنم از ترجمه انگلیسی که از آلمانی موده اومده یه فارسی هم توش در بیارم نیچه در مورد دموکراسی گفته که دموکراسی یک انحرافه و انحرافیه که یک اجازه به هر قسمتی از یک ارگانیسم میده که اون طوری که میخواد رفتار کنه که باعث عدم انسجام و عدم استقلال میشه دموکراسی تاج رو از روی سر آزادی بر میداره و آدما رو به پرستش میان مایه گری تشویق میکنه من الان دارم ترجمه رو سعی می کنم سادش کنم یعنی اینجوری ننوشته و افراد رو به سمت تنفر از تعالی میبره دموکراسی به معنی ناممکن شدن و غیر ممکن شدن افراد برتره چه چطور ممکنه که افراد برتر به این بیعزتی و این مستحجن بودن یک چیزی مثل انتخابات تن بدن چطور میخوان تو اون شرکت کنن و اصلا نماینده ای برای دیگران خودشونو بدونن این خیلی باد داشتیم در مورد این گپ میزدیم و اصلا خیلی صحبت جالبیه یعنی به این شکل اشاره میکنه به این موضوع که میگه که اون چیزی که دموکراسی واسه ما آورده آه... هیچ وقت نمیتونه افراد برتر رو انتخاب کنه که بتونن یک چیز یعنی در واقع باعث ارتقا تعالی افراد بشن چرا که یک شخص یک شخصی که اززت نا... نبوخ باشه. داره عزت نفس داشته باشه و آزادی ها رو ارزشمند میدونه اون شخص از همون ابتدا به چیزی مثل دموکراسی و انتخاب شدن و نماینده شدن و توی این بازی مسخره شرکت نمیکنه از همون ابتدا خیلی واسم قشنگ بود و اصلا صحبت هم توی در مورد بیت کوین بود که گفتم این خیلی چیز جالبی بود که مرتبط بود در مورد حالا اسم ارگانیسم هم دوباره منو برد به اول صحبتات که گفتی بیت کوین یک چیز ثابت و یک چیز تعیین شده و بدون تغییر نیست و همچنین ممکنه با اون چیزی که ساتوشی میخواسته مغایر بیاد و واقعا مهم هم نیست جامعه چنین تصمیم رو گرفته و زیبایی بیت کوین همینه من چیزی که میگم اینه که بیت کوین یه ارگانیسم زنده است ما میبینیم سگویت میاد تپروت میاد این سافت فورک هایی که حالت آپدیت دارن توش انجام میشه و یه جامعه داره اون حر... حرکت میده من حالا این تشبیه رو میکنم که بیت کوین یک ارگانیسمه میخوام یکی نظر نظرت رو در مورد اون بدونم و اینکه چه چیزهایی رو ساتوشی مختص تر نظر داشته که بیت کوینی که کنون در حالت کنون در امروز داریم در تضاد با اونه یا انحرافی از اونه تو چه چیزایی تحقیل کرده که... نسبت به ایدهی ای که ساتوشی داشته آه... ساتوشی خیلی یه یه ریپو هست به اصطلاح روی گیت‌هاب یه صفحه تو گیت‌هاب ساخته شده که آقای هاردینگ اگه اشتباه نکنم اونو ساخته که خیلی جالبه و توی اون ریپو در مورد اشتباهات ساتوشی نوشته حداقل از سطح کد بیشتر از هر چیزی یعنی سطح کد سطح وایت پیپر و چیزایی که اونجا نوشته شده بود ولی به شکل کلیتر ما اگه بخوایم نگاه کنیم ساتوشی روشی برای غیر متمرکز بودن بیت کوین متصور نشده بوده یعنی هیچ جوری نمیدونست که چجوری میتونه بیت کوین غیر متمرکز بمونه مم. اون ما اگر میخواستیم یعنی به سیستمی که حداقل خیلی از افراد حالا اعتقاد دارن که ساتوشی انتظاری نداشته که در آینده به عنوان مثال دیتا بیس بیت کوین همینجور بزرگتر بشه و تراکنش های بیشتری درش جا بگیره <applause> این اینکه آینده بیت کوین به این شکل پیشرفت میخواست بکنه این میتونست بیت کوین رو از پا در بیاره و توی سال 2017 این مسئله تصیح شد به نحوی و اش. افرادی هم که حداقل طرفدار اون ایده و اون عقیده بودن از فضای بیت کوین خارج شدن و رفتن کوین خودشون... آره، خودشون رو ساختن که به اون میگن بیت کوین خب و خب نیست البته <تصفح> و خیلی شبکه‌هاشون هم متمرکز شده اتفاقا دقیقا اون چیزی که پیش بینی میشد <تصفح> این یه ای بوده و این مسئله دیگه که دا وجود داشتم اینه که ساتوشی هیچ چیزی یعنی ساتوشی نمیتونست آینده رو پیش بینی کنه همونطور که هیچ آدم دیگه نمیتونست آینده رو پیش بینی کنه اون افکار و اون ایده ها و اون چیزهایی که ممکنه در آینده برای بیت کوین نیاز بشه رو توی ذهن خودش متصور نشده که ما چه چیزهایی رو ممکنه داشته باشیم ساتوشی اینجوری بوده که گفته که بیت کوین به این شکل خب و همین شکل هست دیگه تموم شد خب قرار نیست چیزی بیشتر باشه اما این خیلی باگش واضحه چون واقعا نمیدونسته که در آینده چی میشه اینکه آدما چه کاربردهای دیگه ای از بیت کوین نیاز دارن چه چیزهای دیگه ای انجام خواهند داد روش و نیاز داشته که پویا باشه و جلو بره اما جایی که این مسئله ساز میشه که میگیم یک اشتباه زادوشی بوده اینه که روشی برای اینکه ما به شکل غیر متمرکز بتونیم بیت کوین رو تغییر بدیم و چیزهایی رو بهش اضافه کنیم نداشتیم ام. یعنی ما باید نسبتاً متمرکز با هارد فورک کردن و با یه جوره تصمیمگیری گیری قطعی برای مثلا بیت کوین یعنی یک ایده یا یک شخصی برای بیت کوین تصمیم بگیره باید میرفتیم جلو اما یه چیزی به نام سافورک توی بیت کوین کم کم به وجود اومد تو گذر زمان که ساتوشی هیچ جوره اینو تصور نمی کرد و هیچ جایی هم در موردش صحبت نکرده بوده که اصلا همچین چیزی میشه انجام داد به وجود اومد که الان باعث شده که ما کلا همه ارتقاها به بیت کوین و اضافه کردن قوانین جدید به شبکه بیت کوین رو به این شکل انجام بدیم با همین سافورک ها انجام بدیم که این یه چیزیه که تو دوران ساتوشی وجود نداشت و یه باگی از Uh, یعنی من نمیتونم بگم ساتوشی کمکاری کرده یا اشتباهی کرده نه میتونم بگم که واقعا اصلا به ذهنشان خطور نکرده یا اگر به ذهنشم هم خطور میکرده نمیدونسته که چجوری باید همچین مسئله رو اصلا رفع کنه یه مسئله که خارج از دنیای نرم افزاره اصلا یه موضوعیه که میگه افراد چجوری میتونن با همدیگه به شکل غیر متمرکز بدون یک مدیر بدون یک رهبر هماهنگ بشن و یک بند جدیدی رو انگار به قوانین اتفاقی بین خودشون اضافه کنن و این یک موضوعیه که همونطور که مثلا تغییر دادن قوانین یک کشور خیلی کار پیچیده و سختیه اینجا هم خیلی کار پیچیده و سختیه و معمولا در گذر زمان توی هر سه چهار سال یک باری فوقش بتونه اتفاق بیفته به بز... راحتی و به زودی نمیشه انجامش داد هیچ وقت چون باید همه افراد بیان و کم کم همه ارتقا بدند و ذره ذره شبکه به سمت این بره که قوانین جدید رو بپذیرم و هیچ روشی برای هماهنگ کردن وجود نداره و هیچ روشی برای زور گفتن به دیگران وجود نداره همه اینها یه فرایندی هن که اصلا ساتوشی هیچ وقت متصورش نبود چرا چون تو دورانی که ساتوشی وجود داشت این شکلی بود که ساتوشی یه تغییری رو تو بیت میداد منتشر میکرد میگفت به این آپگرید کنید خب حرف منه دیگه اینجوری بود یعنی منی که ساتشی هستم به عنوان مثال میگم که باید اینجوری باشه و شما باید گوش بدید و این خب خیلی روش ساده تریه یه رهبریه که همه حرفش گوش میدن و تمام اما الان که این وجود نداره و باید چجوری بیت کوین بره جلو ساتوشی دیدش این بود که نیازی نداره بره جورتر و چیزی عوض بشه ولی خب افراد دیدن که نیاز هست ما به شبکه لایتنینگ نیاز داریم به پرایوسی بیشتر نیاز داریم به کاروردهای بیشتر نیاز داریم روی بیت کوین به مقیاس پذیری بیشتر به هینه تر کردن شبکه بیت کوین به امکان اینکه غیر متمرکز تر از اینی که هم هست هم انجامش بدیم یعنی اینکه غیر متمرکز تر از اینی که هست هم ببریمش به اون سمت ببریمش هم نیاز داریم در آینده اینکه افراد بتونن الان شما گفتی یه کامپیوتر داری و اونجا داره سینک میکنه من هم یه کامپیوتر اینجا دارم که فول نود بیت کوین توش هست و سینکه ولی این باید راحت تر از اینها هم بشه اگر روشی برای اگه راحت... SSD باشه خیلی راحت میشه قبلا روی SSD کردم خیلی راحت بود منظور اینه که مثلا با دیوایس های بسیار مثلا <applause> راحتتر راحت تر و ساده تر و با ریسورس درست. کمتر و هزینه کمتر و با مثلا اینترنت کم که مثلا مصرف کمتری داشته باشه و با همه ها ممکن تر بشه اینا چیزاییه که خب ساتوشی بهشون فکر نکرده بوده خب و <applause> طبیعی هم هست چون نمیدونسته خب آینده چه شکلی میشه اما فکر میکرده بیت کوین اون چیزی که ساخته کافیه ولی کافی نبود و بیشتر از اینها نیاز بود و این بود که میگیم که بیت کوین یه پدیده پویا و داینامیک مثل یه ارگانیسمه که رشد میکنه میره جلو و توش تغییر و تحول صورت میگیره و بزرگتر میشه و کاربردیتر تر و خیلی چیزای دیگه زیبا سعی میکنم که مهمترین ها رو انتخاب بکنم که خیلی تو نگیرم هرچند که اصلا از حرفات سیر نمیشم حالا چیزایی که مهمتره تو ذهنم هست یکی این که توی پرانتز بگم اون کتاب True Names بودم اونو دانلودش همه. کردم که توی پادکستتون گفتین خیلی از همون تیکه اولش که گفتی واقعا جذاب بود و منو گرفت این یکی از اون کتاب هایی بود که خواهم خون خیلی وقتی کتاب نوشتاری نخوندم همش کتاب صوتی گوش و پادکست گوش دادم ولی این صوتیشو رو پیدا نکردم گمون کنم تو منو برگردونی به کتاب نوشتاری خوندن پر از وقت ویژگی بیت کوین که خیلی باعث حیرت و علاقه تو به اون میشه از میون همه ویژگی های جالبی که داره کدومش اگه بخوای یکیشو انتخاب بکنی که بیشترین تاثیر روی تو داره اون باعث میشه مثل تو اون جوکا که میفتن خشتک در آن زنان سر به کوه بیابان بذاری کدوم ویژگی بیت کوین هست که چنین تاثیر روی تو داره من یکیش همین موضوعیه که همین الان توضیح دادم همین مسئله اینکه ما چجوری با افراد زیادی همه هم. اصلا کلا اون جاییه که من خیلی علاقه بهش دارم و خیلی در موردش مطالعه میکنم و خیلی هم پیگیرم یعنی نوشته ای در مورد این موضوع نمیذارم از دستم در بره خب توییتی نمیذارم در بره همه افرادی که ممکن روی این موضوعات صحبت کنن و همه پالو میکنم هم نوتیفیکیشن روشن کردم بحثی شک بگیره میشینم کامل میخونمش و دائم پیگیرش هستم همین موضوع این که ما چجوری به شکل غیر متمرکز قوانینی رو به بیت کوین اضافه میکنیم چون رامسو که توضیح دادم قوانین اون چیزی هست که هسته اون توافق اجتماعی ما روی این پدیده رو تعریف میکنه ما وقتی یه چیزی رو بتونیم تغییر بدیم دیگه تغییر پذیره پس چجوریه که ما میگیم بیت کوین این شکلیه اون شکلیه نمیدونم غیر متمرکز با اونور مثلا ضد سنسور شاید تغییر کنه و اون وقت ضد سنسور نباشه شاید تغییر کنه و الان دیگه از این به بعد متمرکز بشه آیا اینجوری تغییراتش آیا اینجور ماهیتی دارن اینجوری نیست در واقع اصلا کاملا متفاوته با این موضوع و داستان طولانی و مفصلی واسه خودش داره ولی واسه من خیلی جذابه چون بیشتر از هر چیزی تعاملای انسانی و خیلی جاها گیم تئوری رفتارهاییه که با همدیگه میتونه به این نتیجه برسه که واسم خیلی جالبه یکی این قسمتشه مشخصا خب که بیشتر از همه من اصلا کلا بیشتر از همه وقت من اصلا به خودش اختصاص داده و توجه, توجه منو میگیره یکی موضوع رمزنگاریه توی بیت کوینه یعنی وقتی اشاره به رمزنگاری میکنم همین پابلیک کی و پرایوت کی به همین سادگی که اصلا محدود بیت کوین هم نیست و توی جاهای دیگه ای هم در واقع استفاده داره من اولین بار که با پابلیک کی و پرایوت کی آشنا شدم توی بیت کوین بود ولی الان تنها چیزی که توش پابلیک کی و پرایوت کی استفاده میکنم بیت کوین نیست دیگه الان توی واسه پی جی پی استفاده میکنم واسه انکریپشن خیلی از نرم افزارا و خیلی از چیز دیگه ای که دارم استفاده میکنم برای امضا کردن خیلی از فایل ها ازش استفاده میکنم و خیلی جای دیگه استفاده میکنم و واقعا برای من حیرت آور این،, این موضوع که ما یه چیزی رو داریم توی دنیای ریاضی و احتمالات و اینها که با اون میتونیم یه کاری کنیم و اینقدر قدرتمنده و اینقدر مقاومه که هیچ اسلحه ای نمیتونه اونو به زمین بزنه هیچ قدرت زوری نمیتونه جلوش بیسته و این باور نکردنیه واقعا یعنی ما هیچ وقت همچین چیزی رو نداشتیم شما یک پرایوت کی داری متناظر با اون یک پابلیک کی یا حالا سادش کنیم آدرس دارید توی اون مثلا یه مقداری بیت کوین هست و هیچ بشری توی این جهان هستی و هیچ قدرتی نمیتونه اون از شما بگیره این عجیبه یعنی اصلا این مفهوم عجیبه واقعا یعنی اصلا معمولا همه چی رو با زور اسلحه میشه گرفت میدونین همه چی رو با زور اسلحه میشه گرفت ولی تیرای تفنگ تأثیری رو روی پرایوت کی نداره نکتهش اینه هیچجوری نمیتونه اعمال زور کنه به اون پرایوت کی وقتی کسی ندونه مثلا شما پرایوت کی داری بیت کوینی داری به عنوان مثال اطلاع نداشته باشه هیچ جوره نمیتونه مثلا شما رو در واقع پرایویت کی شما رو به نحوی بشکونه یا به دست بیاره حالا اگر کسی بشناسه و بفهمه و بدونه که شما کی هستید و چقدر مثلا بیت کوین دارید یا کدوم آدرس بیت کوین مال شماست یا کیف پولتون چه شکلیه میتونه تحت فشار قرار بده شما رو که اونو بهش بدید اما فی فی نفسه هیچ جوره نمیتونه یعنی تا زمانی که شما خودتون رو دیسکلوز نکنید افشا نکنید مم. هیچ کسی نمیتونه جوره اون از در واقع به دست بیاره یا دسترسی شما رو به دست بیاره این مشابه همین موضوع یعنی اون چیزی که این موضوع رو خیلی قشنگ میتونه به ما یادآوری کنه ماجرای همین چند ماه پیش بود که یه م... کلاهبردار یا یه حکری رو تو آلمان بازداشت کرده بودن که مقدار زیادی بیت کوین داشت حالا مشخصا یا دزدیده بود یا کلاهبرداری کرده بود و ماها و ماها گذشت و پلیس آلمان داره بهش میگه که به ما اون کلید دسترسی به این بیت کوین رو بده و طرف میگه نمیدم و هیچ جوره هیچ کاری نمیتونن بکنن تنها حالتی که میتونن به دست بیارن اینه که اون شخص بهشون بده اینو وگرنه هیچ کاری نمیتونن بکنن یعنی واقعا قدرتمنده اصلا این اصلا عجیبه یعنی هیچ وقت ما همچین چیزی رو توی دنیا نداشتیم هر کاری میکردی چه تو دنیای دیجیتالی قابل شکستن بود قابل ردیابی بود قابل باز کردن بود چطور چه تو دنیای فیزیکی قابل مصادره بود قابل مداخله بود قابل در واقع دسترسی بود اما اینجا کافیه شما یک پرایوت کی رو مثلا روی در واقع منظور از پرایوت کی به عنوان مثلا کلمات بازیابی بیت کوین شما مثلا 12 یا 24 کلمه این رو روی کاغذ بنویسی و توی یه جای نامعلومی قایمش کنی این نامعلوم واسه دیگر رو خودتون دیگه هیچ کسی هیچ جوری نمیتونه اون بیت کوین رو به دست بیاره فقط و فقط مال شماست و فقط شما این که بهش دسترسی دارید واقعا به نظر من این موضوع قدرت اصلا اینقدر تو قدرتمند شگفت زده میکنه آدم های. اصلا هیچ وقت انتظار نداری چون هیچ وقت با همچین چیزی مواجه نشدی ما عادت کردیم یوزر پسورد استفاده کنیم مثلا یوزر پسورد مثلا توییتر یوزر پسورد نمیدونم حالا اگه هنوز کسی استفاده کنه فیسبوک شما اینجوریه که اگر فیسبوک یا توییتر بخواد با یک کلیک حتی کمتر از اون یه ربات اصلا بدون هیچ کلیکی میاد و اکانت شما رو میبنده دسترسی های شما رو میبنده هر جور اعمال زوری بخوام بکنن به شما میتونن انجام بدن و از شما بگیرن اون اکانت رو برات یا توییت شما رو پاک کنن من یه بار در رابطه با استفاده از مثلا تورنت و تیم ییفی صحبت کرده بودم تو توییتر و یه دفعه دیدم اکانتم بسته شد او مسنجر و... فیسبوک داخل پیاما نمیذاره تورنت بفرستی فایل تورنت بفرستی و خیلی راحت اکانت هم بسته شد یعنی گفته بود برای اینکه اکانت باز بشه باید تا به آ... فلان نفسی. چیز زار انجام بدی فلان کارا رو باید بکنی چند تا نمیدونم این چیزها رو تایید کنی و شماره تلفن بذاری و از این حرفا و گفت که سه تا توییت تو هم بود که در رابطه با این موضوع بود ما پاکشون کردیم گفتیم بدونی که ما به جای تو اینا رو پاک کردیم و من همینجوری سورپرایز بودم خب یعنی نه اینکه انتظار این موضوع رو نداشتم چرا میدونستم که این کار میتونه بکنه ولی میخوام بهتون بگم که همچین چیزی تو دنیای بیت کوین هیچ جور محلی از ایراب نداره نزدیکش هم نمیشه شما میتونی یه مقدار بیت کوین بخری مثلا بذاری توی آدرس بیت کوینی رو شبکه بیت کوین و همه مردم دنیا بگی که اگه تونستی بیا اینو ببر این به شکل چ... متخاصمانه و چالشی میتونی برخورد کنی و بگی واقعا هیچ کسی زور اینو نداره که اون از شما بگیره و این خیلی واقعا اصلا تفاوت داره با هر اون چیزی که ما تو دنیای دیجیتالی شناختیم تا به امروز همین <متنجم> بابت توضیحت و بابت پشن و اشتیاقی که داشته توی توز... توضیحت در مورد این دو تا موضوع در مورد پای... سال پایانی رو میخوام اینجوری مطرح بکنم که توی حالا بیت کوین دی یا توی بیت کوین دی می یا منابع دیگه ای که حالا خود مستقیما من درشون دست داری فکر کنم یکیشون همون سایت ویرگول بود ویرگول یه وبلاگی دارم رو ویرگول آره آه اوکی آها پس یه سرویس واسه یه وب... اوکی الان متوجه نه شدم. وبلاگ خودم هم هست میرور یه جورایی تو دوتاش هست آها آه، میخوام بدونم که چه کتابهایی هست که حتما یک فردی که میخواد وارد دنیای بیت کوین بشه به نظرت تو باید خونده بشه و اینها توی فارسی هستن حالا اونهایی هم که توی فارسی نیستن اونها رو هم معرفی بکن برای کسایی که با انگلیسی آشنا هستن هم. یا هر زبان دیگه که خودت میدونی متوجه شدیم که عربی هم صحبت میکنی منابعی رو که میخوای که به نظرت ماستریت هستن حتما باید خونده بشن و روی سایت ایرانی هم پیدا میشن اول اونا رو بعدش هم اون خارجی ها رو و اینکه به شنوندگان عزیزمون بگو که کجا میتونن تو رو خیلی ساده دنبال بکنن آه حتما من اول از همه بگم وبسایت منابع فارسی بیت کوین اینو فکرم گوگل کنن یا داک داک گو کنن یا هر جور دیگه سرچش کنن فکرم خیلی راحت بتونن پیداش کنن یا بنویسن b i t c o i n d ای. اینو بزنم میتونم برم وبسایتش و اغلب مطالبی که اونجا هست باید میتونم بگم همشون ولی خب بسته به اینکه بعضیاشون خیلی فنی هستن خب میتونم بگم و اون فنی ها رو یه ذره ازشون فاکتور بگیریم میتونم بگم اغلب مطالبی که اونجا هست فوق العاده است و ماستریدن اما یه چند تا رو جلوتر معرفی می یعنی مقدم تر از بقیه مطالب میدونم یکی اینکه اگر خیلی سوال در مورد بیت کوین دارید اه... کتاب کوچک بیت کوین لیتل بیت کوین بوک که الکس گلادستین و جیمی سانگ و یه دی دیگه از آدما نوشتن اون کتاب خیلی توصیه میکنم اسمش کتاب کوچک بیت کوین ولی اصلا کوچیک نیست 300 صفحه هست اینو بگم و اینکه کتاب فارسی ترجمه شده توسط الف آزاد که یه ناشناسه که نمیدونیم کیه خب و خیلی راحت میتونید دانلودش کنید و کتاب صوتیش هم هست اتفاقا همین کتاب به شکل صوتی هم هست کتاب خیلی خوبیه همه سوالات شما در مورد بیت کوین رو تقریبا جواب میده یعنی به این شکل که یک فهرستی داره که سی چهل تا موضوع مختلف است که معمولا همه در مورد بیت کوین در موردشون دغدغه دارن یا کنجکاون و همه اینها رو با هم دیگه جواب میده که میتونید اصلا نیازی نباشه که همه کتاب رو اصلا بخونید میتونید اون قسمت هایی که در موردشون کنجکاو هستید رو فقط بخونید که این فوق العاده است به نظرم این کتابی که از بهترین پروژه‌ایه که من دیدم در واقع به فارسی وجود داره Yeah. یکی دیگه اینکه اگر به مباحث فنی بیت کوین علاقه دارید میخواید یه مقدار در مورد اینکه بیت کوین چجوری کار میکنه ریاضیاتش چجوری کار میکنه بلاک چین چجوریه و اینکه نودها ماینرها همه اینا چجوری کار میکنن واستون جذاب و جالبه میتونید کتاب اختراع بیت کوین رو بخونید که این کتاب هم باز فارسی تو وبسایت ما به فارسی بیت کوین هست نوشته آقای یان پریتسکا و ترجمه یک کاربر ناشناسی با عنوان نودرانر بازم یک شخص ناشناسی ترجمه کرده این کتاب رو هم خیلی توصیه میکنم دیگه بجز این دوتا من یک مقاله یه مجموعه مقالات هست که خودم ترجمه کردم که چهار تا مقاله است در باب بررسی تفاوت بیت کوین و آلت کوین ها که این یه موضوعیه که شاید واسه خیلی ها مثلا کنجکاوی ایجاد کنه که اوکی این بیت کوین بود حالا بقیه کوین ها چطورن من تو این مجموعه مقالات هدفم مثلا از جمع و ترجمه این مجموعه مقالات این بود که بیام اون خط تمایزی که بین بیت کوین و آلت کوین ها هست رو بکشم و نشون بدم که چه تفاوتی این دوتا با هم دارن و چرا اصلا بیت کوین در مقایسه با اینها اصلا یک چیز متفاوتی یک چیز خیلی مهم تریه خیلی ارزش های بیشتری داره خیلی معنی بیشتری داره و خیلی کارهای بزرگتری رو داره انجام میده Uh, چهار تا مقاله است عنوانش هم اینه چهار مقاله در باب بررسی تفاوت های بیت کوین و آلت کوین ها که مقالات جیمی سانگ هستن و من ترجمهشون کردم این رو هم خیلی توصیه میکنم واسه مطالعه کردن ام... که اصلا مطالب توی وبسایت من فارسی بیت کوین تمام نمیشن خیلی زیادن خب و همشون فوق یه قسمتی هم دارن که همش صوتیه یعنی همه اینها به شکل صوتی میتونید گوش بدید اغلب این مطالب به شکل صوتی توی وبسایتشون هستن یا توی پادکستشون روی انکر و اینها میتونید باز چیزشو گذاشتن لینکش خودشون تو وبسایتشون گذاشتن میتونید پیداش کنید و گوش بدید بهشون انگلیسی رو ولی بزنم معرفی کنم که گرچه بعضیشون فکر کنم فارسی هم دارن مثلا کتاب the bitcoin standard و آقای نارسی دی... دیناموس آره فوق العاده است این کتاب فوق العاده است اصلا در هم هر آن چیزی که در مورد پول و بیت کوین اصلا ممکنه کنجکاو باشید و دوست داشته باشید توش در واقع کاوش کنید و بچرخید و فکر کنید و مطالعه کنید توی اون کتاب هست یعنی اون کتاب ف... یکی از کتاب های مهم فضای بیت کوین هست که ترجمه فارسی هم داره با عنوان مادید. استاندارد بیت کوین اگه اشتباه نکنم ولی توی وبسایت فارسی اینها نیست فکر کنم یه انتشاراتی منتشرش کرده و خب پولیه دیگه اون رایگان نیست مثل اینا که بشه دانلودش کرد حالا فکر نسخه دیجیتالی و مثلا کاغذی هر رو داشته باشه انتشارات حالا انتشاراتش من خوشم نمیاد ازشون یه ذره بردار طور هم هستن اسمشو نمیارم همون بنویسید کتاب استاندارد بیت کوین به فارسی سرچش کنید احتمالا پید بتونید پیداش کنید بچه ها گفته بودن که یه سری از دوستان گفته بودن که کتاب استاندارد بیت کوین با یه ترجمه دیگه و به شکل آزاد در حال آماده شدن هست که بعدا بهش شمجی هم راحت دانلودش کرد و آره چیز کرد من کتاب خیلی کتاب هست واقعا خیلی کتاب مقاله هست من مجموع مقالات آقای نیکزابو رو خیلی توصیه میکنم واسه مطالعه کردن دیگه مقالاتی که خانم لین الدن می خیلی مهم. فوق العادن دیگه همین آقای درگیگی که اسمش رو آوردین یه کتابی داره 21 درسی که از بیت کوین یاد گرفتم این فارسی نشده اون دیگه اون خبر، خبر از زبط دیگه قبل از، قبل از ضبط آره قبل از آره قبل از پادکست با هم دیگه داشتیم صحبت می‌کردیم اسم ازش رو آوردیم این آقای درگیگی هم یه کتابی داره 21 درسی که از بیت کوین یاد گرفتم 21 lessons of bitcoin اگه اشتباه نکنم و این کتاب هم انگلیسیش حالا راحت میدید پیداش کنید دانلودش کنید هم توی هم فارسیش توی باز وبسایت ما فارسی بیت کوین هست اونو میتونید دانلود کنید که خیلی واسه کتاب قشنگ و جالبیه یه مقاله خیلی مهم هم هست برای اینکه آدم اقتصاد بیت کوین رو باز بتونه خیلی خوب در واقع تصور کنه و اینکه اصلا چرا بیت کوین ارزشمنده چرا اصلا ارزش اقتصادی داره اونم مقاله The Bullish Case for Bitcoin و آقای ویجای بویاپاتیه که با ترجمه روند سعودی بیت کوین ترجمه آقای حامد صالحی هستش اون هم تو وبسایت ما به فارسی بیت کوین هست که میتونید دانلودش کنید اینها کلا اغلب در واقع مطالبی هستند که مهمتر از همه هستند و توی این وبسایت هست که منابعی هستند که واقعا بهتر منابعی هستند که میتونید شما با بیت کوین آشنا بشید خیلی مطلب دیگه هم هست که الان شاید به زنم خطور نکنم که کدوم رو اولویت بندی کنم بهتون بگم کتاب مثلا مناقشه سایز بلاک که در مورد همون موضوع سافورکا و که گفتم یه کتاب کامل در مورد این موضوعی که موضوع که موضوعات تاریخی رخ توی دنیای بیت کوین رو هم ثبت کرده که خیلی جذاب اون کتابم ولی یعنی حالا سنگینه مقدار طولانیه منظورم که 300 صفحه 400 صفحه هستش اون کتابم هست من خودم یه کانال یوتیوب دارم که شما زیاد صدر سرچ کنید خیلی راحت باید بتونید پیداش کنید پادکست لانه خرگوش رو هم همینجوری به فارسی بنویسید پادکست لانه خرگوش تو گوگل همه جا پیداش میکنید رو یوتیوب خودم میذارمش تو اسپاتیفای هست تو تلگرام کانال تلگرام خودم میذارم تو کست باکس اپل پادکست گوگل پادکست هر جا که فکرش رو بکنید و به کلاد فکر کنم همه جا هست مم. خب همه جا پادکست هم هست میتونید پیداش کنید مم. که اونجا هم ب... بگم که تو یوتیوب هم چه خبره تو یوتیوب هم من ویدیو های آموزشی میذارم ویدیو لایو لایف میذارم هر هفته به سوالات و... افراد در مورد بیت کوین جواب میدم هر سه شنبه شب و مفاهیم بیت کوین توضیح میدم اکوسیستم نرم افزارهای بیت کوین یاد میدم چجوری باید ازشون استفاده کنید لایتنینگ غیره مسائل پرایوسی مسائل امنیت نکات امنیتی خیلی از این موضوعات رو توی یوتیوب هم میتونید دنبال کنید و یاد بگیرید از اون توی پادکست لانه خرگوش حالا اوایل توضیح دادم یه پروژه‌ای که خودم خیلی دوستش دارم فکر کنم خیلی جذاب باشه واسه کسایی که به بیت کوین علاقه دارن اونایی که بیت کوین علاقه ندارن احتمالاً خوششون نیاد از پادکست خرگوش ولی بقیه کسایی که بیت کوین علاقه دارن خیلی یه جورایی خلاصه و چکیده از چیزای مهمی که تو دنیای بیت کوین میتونن بخونن و دنبال کنن رو ما توی لانه خرگوش معمولا میگیم و میتونن ازش استفاده کنن دست در نکنه یه لینک تری هم داری یه درخت پیوست پیوند هم داری که من بعد از اینکه دیدمش خیلی از چیزاش رو سرقت ادبی کردم و دقیقا کپی پیست کردم از جمله پینیم یه سال دیگه هم پینیم برای هر کیف پول یه چیز یونیک و واحده آره هر کسی یه دونه پینیم با یونیک خودشو داره یعنی وقتی که من دوباره نیمانیک فریز رو بزنم دوباره همین پینیم دوباره همین پینیم خواهد بود این هم یه سالی که اینجا داشتم سوال خیلی بازم دارم خیلی دست در نکنه همه اینها رو تا اینجا جواب دادی و امیدوارم که افتخارشو رو همون بدی و این سعادت رو داشته باشیم که بازم در خدمتت باشیم باز صحبت مفصل بکنیم خیلی چیزها هست که هنوز توی لیستم دارم تازه فقط از صحبت امشبمون که هنوز خط نخورده و دوست دارم در موردشون باهات صحبت بکنم حتما خیلی خوشحال میشم خیلی ممنونم از وقتت از شیوایی کلامت و انرژی صحبت کردنت و ممنون بابت همه اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی یه چیزی هم اون کانال یوتیوب زیاروس خیلی زیاد توصیه میکنم چیزی که باعث شد تغییر اصلا توی شکل فیزیکی مغز من رخ بده اون ویدیوی راه اندازی کیف پول کولد ستورج بود که اصلا آشنایی ما از همون طریق بود و ارتباط ما از همون طریق بود باز هم سپاس و سپاس از شنوندگانی که با ما همراه بودن پیروز کامیاب باشید عزیزم خدا پس. امیدوارم این قسمت از گرداتش براتون مثبت واقع شده باشه اگر اون رو به صورت ویدیو و روی یوتیوب میبینید لطفا ویدیو رو لایک کنید و عضوی از, از کانال بشید تا وقتی ویدیو جدید بیرون میدم جز اولین کسانی باشید که از اون مطلع میشه اگر هم اون رو به صورت صوتی و از طریق پلتفرم های مختلف پادکست رو گوش میکنید و دنبال میکنید لطفا باز پادکست رو لایک کنید و ارزیابی مثبت برای من بگذارید و همچنین اون رو به دوستان خودتون معرفی بکنید مخاطبین بیشتر و ارزیابی های مثبت تر به من کمک میکنه که به افراد بیشتری دسترسی پیدا بکنم و افراد بیشتری رو بتونم متقاعد بکنم که وقتشون رو در اختیار برنامه بگذارن همچنین اگر امکان پشتیبانی مالی از برنامه براتون وجود داره لینک پیتریان برنامه توی توضیحات هست البته میدونم که این امکان بیشتر برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن وجود داره که به کارت اعتباری و اکانت های پیپل دسترسی دارن همچنین اکانت پیپل من و کیو کد بیت کوین من روی وبسایتم هست mktahmasbi.com که از اونجا هم میتونید باز پشتیبانی مالی بکنید اگر هم که پشتیبانی مالی ممکن نیست همین معرفی برنامه به دیگران و حتی ارسال فایل برنامه به دیگران میتونه کمک کننده باشه. پیروز کامیاب باشید.